زندگی نامه مهدی قرقلو، متولد 1330 در استان فارس، دارای دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری با تخصص GIS دانشگاه اتاوا کانادا 1375، فوق لیسانس در رشته جغرافیای انسانی دانشگاه تهران 1368، لیسانس جغرافیا با گرایش اقتصادی دانشگاه اصفهان 1365، دیپلم در رشته ریاضی دبیرستان حاج قوام شیراز 1356 و برخی از تألیفات ایشان، کتاب مهاجرت و اسکان عشایر 1382، جغرافیای فرهنگی ترجمه، کاربرد کامپیوتر در جغرافیا، تحلیل‌های جغرافیایی با استفاده از نرم افزار ILWIS، جغرافیای جهانگردی و برنامه ریزی اوقات فراغت، کاربرد اینترنت در جغرافیا و علوم انسانی، فرهنگ تخصصی گردشگری، اکوتوریزم مفهومی نو از جغرافیای گردشگری، اطلس گردشگری استان تهران میراث فرهنگی سال 1394، پروژه گردشگری استان تهران 1396، از ایل تا اتاوا نشر فرهنگ مونا تهران 1397، پروژه زیباسازی شهر تهران با استفاده از الگوهای شهر تهران، و همچنین دارای مقالات متعددی به زبان انگلیسی و فارسی در داخل و خارج از کشور. با درود و عرض ادب، روز سانه‌ای هستم از امریکای شمالی، مجموعه جوایز پارسی Persian Awards، و در بخش سمینارهای تخصصی در خدمت جمعی از اساتید و فرهیختگان و دوستانمون از ایران و اقصی نقاط جهان میباشیم. سخنران بسیار عزیز امروزمون آقای دکتر مهدی قرقلو میباشن. جناب قرقلو، به برنامه خودتون، برنامه جوایز پارسی، خیلی خوش آمدید. سلام و درود. عنوان مطلبی که میخوام خدمتتون ارائه کنم تعلیمات عشایر و رمز موفقیت اونه. خب جا داره قبل از هر چیز از مدیران جوایز پارسی، جناب مقدم سرکار خانم روز و سرکار خانم آرزو و سرکار خانم دکتر رستمی که اخیراً پیوستن به این گروه، تبریک بگم که به هر حال با توجه به ضیق وقتی که داشتن منو در این فستیوال به اصطلاح ایل قشقایی فرصت بهم دادن که بتونم از این فرصت کوتاهشون منم استفاده کنم و مطالبی را در راجع به تعلیمات عشایر و رمز موفقیت اون خدمتون ارائه کنم. از همه بزرگواران، محققین، پژوهشگران، اساتید و عزیزانی که وقت گذاشتن و در این سمینار مشارکت کردن جدن قدردانی میکنم و سپاسگزارم. من در این سخنرانی، در حقیقت در این سمینار، به سه نکته اصلی اشاره میکنم. یک، شرایط اجتماعی و اقتصادی عشایر قشقایی در زمانی که تعلیمات عشایر یا اداره کل آموزش عشایر ظهور کرد. دوم، من تأسیس آموزش پرورش عشایر رو که به وسیله محمد بهمن‌بیگی ایجاد شد توضیح خواهم داد، و نهایتاً رمز موفقیت تحریمات عشایر که بر چه مبنایی بود، چرا این همه به قول آقای امرالله یوسفی مدیر کل افسانه ای، چرا این همه موفق بود. خب من برای اینکه بعضی از دوستان ممکنه در جریان عشایر زمان اون زمان نبوده باشن، سعی میکنم چند تا اسلاید خیلی سریع نشون بدم و بعد برگردم. حالا خیلی به هر حال دقت کنم که مشکلی هم در این اسلاید ها پیش نیاد که بتونم این چهره که ملاحظه میفرمایید محمد بهمن‌بیگی مدیر کل افسانه‌ای تعلیمات عشایره. من چون اسلایدام حدود 40 اسلایده، سریع سعی می‌کنم از روی اسلایده عبور کنم
این چادر اشاعری که ما هم در زیر این چادرها آموزش دیدیم، مدرسه رفتیم و هم درس دادم، من به عنوان یه معلم اشاعری در همین چادرها من درس دادم. در حقیقت این اسمشو گذاشتم این چادر نوری در دل ظلمت. دیگه این به هر حال زندگی اشاعره و فرشبافی خانم ها کوچه اشاعر، شیردوشی که بیشتر وسیله زنان، درکبازی در جشن ها و عروسی ها، زندگی معمولی و نون پختن در اشاعر، با قولن فرآورده های لبنی را تبدیل به کره می کنن. اینجا گلیم بافی را نشون میده در زیر سیاه چادر، زندگی معمولی در کنار سیاه چادر. و باز از فرآورده های لبنی ها در درست کردن کشک در حقیقت اینجا استفاده میشه. کوچه اشاعر همیشه با مشکلاتی روبرو بوده. اینجا در حقیقت مسیر کوچه اشاعر را در هنگامی که از کوهستان ها و ارتفاعات عبور می کنند را نشون میده. و اینجا جشن عروسی ایل قشقایی است که به هر حال در یه منظره و طبیعت زیبا نشون داده شده. اینجا در حقیقت پوست را دارن تپاقی می کنند که ازش به عنوان مشک استفاده. و اینجا باز همون عرض کردم برای تغییر، اینجا باز شیردوشی را نشون میده. حمام در اشاعر نگاه کنید، سفید کردن برنج. قبلا برنج سفید نبود تو کارخانه ها، با پوست میخریدن، بعد با یه آوازهای خاصی برنج را سفید میکردن. جوان اشاعر قدیم بودن. جاجیم بافی در حقیقت، پشم چینی اینجا مشاهده می فرمایید، ساز اشاعر، باز فرش بافی خانم ها و لباس های متنوع و رنگارنگ، و باز اسب سواری داره آماده می کنه خودش برای اسب سواری. اینجا حرکت در حقیقت گوسفندان را در مسیر کوچ در رشته کوه البرز نشون میده که از مسیر مثلا ییلاق قشلاق اینجا به خوبی نشون میده. پشم ریسی وسیله خانم های اشاعر، باز کوچ در جاده، در جاده های اسفالت، زندگی معمولی اشاعر در کنار چادر، بازی های اشاعری، فرش بافی و ساز و نقاره در عروسی ها و جشن ها استفاده میشه. و نی، چوپانی که داره با نی خودش موسیقی اجرا میکنه. اینجا هم که شتر سواری و سیاه چادر از تخته های مختلف موی بز تهیه میشه که اینجا یک قسمتی از سیاه چادر رو نشون میده که چجوری میبافن. رنگ ریزی در اشاعر که با رنگ های مختلف طبیعی فرش ها رو میبافن. و احترام در حقیقت به حیوانات در اشاعر، خودشون سوار نشدن ولی حیوانات سگشون رو سوار الاغ کردن. حرکت به وسیله شتر، بازی داخل یه چادر سیاه چادر رو نشون میده این اسلاید. بالاخره آخرین که گلیم و این بچه رو نشون میده که من حالا استاب کنم، استاب شید. خب من اسلاید، این اسلایدها رو برای این نشون دادم که واقعا کسایی که در جو جامعه اشاعری نبودن برگردن و در اون شرایط قرار بگیرن که بهشون نامعنوس نباشه این حرفایی که من میزنم. شاید یکی از من سوال کنه که چرا این موضوع رو شما انتخاب کردید؟ آخه رشته من همونجوری که خانم روز فرمودن
من جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری هستم، شاید زیاد ربطی نداشته باشه، ولی من خدمتتون عرض کنم که از مدرسه زیر چادر عرض کردم تو مدرسه اشعری درس خوندم، بعد معلم اشعری شدم، باز برگشتم زیر چادر به دانش آموزای اشعری درس دادم، بعد دیپلم ریاضی که فرمودین حاج قوام فقط من سال آخر حاج قوام امتحان دادم، دبیرستان یکی از دبیرستان‌های شیراز، همه رو متفرقه دیپلم ریاضی خوندم زیر همون چادرها، کتاب از شهر میگرفتم اونجا زیر چادر درس میخوندم، بعد دانش دبیر شدم، دانشسرای اشعری درس دادم، خلاصه 10-15 سال از عمر به اصطلاح مفید من درس اداره کل آموزش اشعری گذشت برای تدریس فرزندان اشعر. بعد لیسانس اصفهان رو فرمودیم، فوق لیسانس دانشگاه تهران و دکترا در دانشگاه اتاوا پایتخت کانادا، در حقیقت بزرگترین دانشگاه بایلینگوال دنیا، و استاد دانشگاه تهران باز بزرگترین دانشگاه. من نمیخوام اینجا از خودم تعریف کنم که من همچی دانشگاه‌هایی، یا مثلا میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که من فکر میکنم زندگیم، عشقم، تلاشم، علاقه‌ام و لذتم همگی در دورانی بوده که من در این مجموعه تعلیمات شهر کار کردم، علی رغم اینکه در بهترین دانشگاه‌ها درس دادم، درس خوندم، ولی هیچ وقت اون 15 سال عمری که من اونجا کار کردم یادم نمیره و فراموش نمی کنم، و همیشه وقتی که به اون زمان فکر می کنم من انرژی می گیرم. تمام شبان روز که من در اون زمان کار کردم برایم لذت بخش و فراموش نشده است. و چند روز پیش خانم روز داشت صحبت می کرد، سیاه چادر دید، گفت کاش که من الان زیر اون سیاه چادر بودم. این آرزوی ماست که در تمام عمرمون کاش که زیر همون سیاه چادر زندگی کرده بودیم و در اون محیط سالم و زیبا زندگی میکردیم. و اما ساختار اجتماعی و سیاسی اشعری قشقایی بعد از کودتای 1332 و تبعید ایلخانان قشقایی، اون حالت کنفدراسیون ایلی و تمرکز قدرت را از دست داد. بعد حاکمان و نظامیان و برخی از کلانتران قشقایی در حقیقت وقتی که رأس هرم به وسیله تبعید خوانیم زده شد، اون هرم قدرت، بعضی از کلانتران تونستند با درایتی که داشتند، مثلا خانواده های گرگینپور و جهانگیری ها در موسیقی، حسین خان شیشبلوکی ها و ابراهیم خان های نمدی در شجاعت، نمیدونم زکی خان و زیاد خان در پرورش اسب و توسعه باغای سیب برای منطقه روستانشین اشایر، به هر حال کلانترا کمک کردن، کلانتران قشقایی به ماندگاری اسم قشقایی. ولی به اعتقاد من چون ما قدرت و تمرکز ایلی سابق را نداشتیم و سازمان سیاسی اجتماعی ایل به تحلیل رفته بود، برخی از مردم اشعار کوچ‌نشین شده بودند، برخی تو روستاها، به هر حال کوچ‌نشین بودند، برخی هم تو روستاها اسکان یافته بودند. برای بررسی این موضوع در حقیقت من دوست دارم یک کمی به عقب‌تر باز برگردم اون شرایط رو. به اعتقاد خود من درسته که این کلانترهایی که عرض کردم به وهمندگی کمک کردن برای نامداری، برای جاوید ماندن اسم قشقایی، ولی در حقیقت این وهمندگی بود که تعلیمات اشعری رو به وجود آورد و با به وسیله تعلیمات اشعری تونست اسم قشقایی رو تا امروز در حقیقت جاودانه سازه. من حالا یه کمی برای اینکه شرایط رو یک کمی بیشتر باز کنن به عقب برمیگردن و زندگی مردم کوچ‌نشین قشقایی رو به طور ویژه و کل عشایر رو به صورت عام مورد توجه قرار میدن. منابع به گزارش مرکز آمار ایران، عشایر 2% کل جمعیت ایران و الان شامل میشه، در صورتی که در اوایل حکومت پهلوی ها بیش از 20% جمعیت ایران اشعری بود. 20%. حالا 20%ی که غالبا از نعمت سواد بی بهره بودند. حالا در کنار این به اصطلاح بی سوادی یا کم سوادی،
از نعمت بهداشت و رفاه اجتماعی متعارف و متناسب نیز بی بهره بودند. خب اونا دائما در حال پوچ بودند با خطراتی چون حوادث طبیعی، تغییرات آب و هوایی، خشکسالی، ابتلا به بیماری های مصری مانند هسته، سرفه، قابله، قزاز و انواع عفونت های معمول دست پنجه نرم می کردند. از طرف دیگه برخورد قهرآمیز حکومت وقت و توسل به زور برای اسکان اجباری و همچنین توسل به قدرت برای اخذ سلاح عشایر و همچنین توسل به زور برای گرفتن مالیات از عشایر مشکلات دیگه‌ای بود که عشایر با آن مواجه بود. خب اقتصاد عشایر شما میدونید که بیشتر در زمان گذشته که ما داریم بحث میکنیم به دام وابسته بود. دام نیز به مقطع و چرای مدام بستگی داشت. عشایر برای به دست آوردن مقطع مناسب همواره مجبور به کوچ و خانه بکشید. خب این شرایط زندگی مشکلاتی چون باد و باران، سیل و طوفان، خطر تهدید حیوانات وحشی را نیز به دنبال داشت. خب در چنین شرایط زیستی سخت و فشارهای حکومتی که خدمتتون عرض کردم و عوارض و حوادث طبیعی و بیسوادی اغلب جامعه عشایر را به سمت و سوی فقر و ناداری و دزدی و ناکامی سوق می‌داد. در چنین شرایط ناگوار، پیچیده، طاقت فرسا و آزاردهنده بود که یکی از جوانان ایل قشقایی به نام محمد بهمن‌بیگی به پا خواست، لذت معنوی را بر لذایذ دنیوی ترجیح داد، کمر همت بست و برای زدودن جهل و بیسوادی از میان عشایر نخستین مدرسه را در یک چادری در سال 1324 برای واسطه کردن فرزندان فامیل ها و بستگان خود دایر نمود. خب از همین نقطه بود که بهمن‌بیگی به فکر ایجاد مدارس عشایری برای عموم فرزندان عشایر محروم کشور افتاد. این تفکر در حالی بود که بین تأسیس اولین مدرسه به سبک جدید در ایران و نخستین مدرسه در عشایر سیار در حقیقت در عشایر 60 سال یعنی در حقیقت دو نسل فاصله بود. خب من برای که حرفای دیگران رو تکرار نکنم و وقت شما رو نگیرم دلم میخواد این تأسیسات و اقدامات و ابداعاتی که بهمن‌بیگی داشت در حقیقت به اونها اشاره کنم که ببینید که در مدت 27 سال به مدد اندیشه تفکر خلاقانه و با نگرش انسان دوستانه به تأسیس این تشکیلات پرداخت. طرح تصویب تعلیمات عشایر، تأسیس اداره کل آموزش عشایر ایران در شیراز. خب تأسیس دانشسرای عشایری برای تربیت معلمان. بهمن‌بیگی اول سعی کرد از معلمان از باسوادهای شهری ببره تا عشایر درس بدن. وقتی که تعدادی آورد اونجا دید که اینها با عشایر زندگیشون آشنا نیستند، سازگاری ندارن، به خاطر همین به فکر دانشسرای عشایری افتاد که از فرزندان خود عشایر تربیت کنه و بفرسته تو اون شرایط که با اون شرایط با اون زندگی آشنا هستن که مدرسه رو ول نکنن بیان شهر. تأسیس دبیرستان عشایری برای فرزندان بی‌بضاعت عشایری. البته من خب مدرسه های عشایری وقتی بچه های عشایری فارغ التحصیل می شدن از مدرسه های عشایری می خواستن بیان شهر، امکانات کافی نداشتن، بضاعت کافی نداشتن، با شهر آشنا نبودن. بهمن‌بیگی اومد گفت که بچه های بی‌بضاعت و با استعداد عشایر دبیرستان عشایر رو تأسیس کرد که بیان اینجا درس کنن. البته یه سری از فرزندان به اصطلاح کلانتران ما، اونایی که متمول‌تر بودن هم اینجا درس میکنن، ولی تا اونجایی که من اطلاع داشتم بیشترشون شهریه پرداخت میکرد. تأسیس دانشسرای راهنمایی عشایری که به همین منوال هنرستان فنی حرفی برای اینا که میخواستن کار فنی انجام بدن، مامایی برای زنان ایل و عشایر. نمیدونم حالا داستان حال بهمن‌بیگی رو کسی شنیده خونده قطعا و چای عشایر خوندن.
خب خانمایی که در اشاعره میخواستن وضع هم کنن دور از دکتر و دارو بیشتر از بین میرفتند، یا بچهشون از بین میرفت یا خودشون از بین میرفت. و همگی تصمیم گرفت ماما در شهر، مامای اشاعری دوره ببینن، برن داخل اشاعره به داد این خانمها برسن که از بین نرن. هنرستان صنعتی باز کرد، واحد تربیت روستاپزشک برای اشاعری تسکان یافته بودند و دامپزشک برای اشاعری که دامشون حرکت میکرد. ایجاد فروشگاه های سیار اشاعری. خب یه اشاعر از پشت اون کوها وقتی میخواد شاد آذوقه بگیره بره، ممکنه دو سه روز، با اون زمان هم که وسایل نقلیه نبود که. بنابراین ایشون اومد فروشگاه های سیار اشاعری رو باز کرد که جنس را با ماشین می بردن در بین اشعاری توزیع می کرد. عکس مجوز طرح سرباز معلمی. سرباز معلمی مثل سپاهیان دانش بود. ما معلم بودیم باید دو سال می رفتیم سربازی. بنده خودم دو سال دوره سربازی به وسیله همین مجوز به جای اینکه برم سربازی سه ماه چهار ماه رفتم به قولن نز دوره نظام دیدم، بقیه شمارم تدریس کردم تو اشعاری. خب اینا اتفاق کمی نبود که به همگی انجام داد. حالا من از بین همه اینا میخوام به دو مورد به صورت آماری و اجمالی اشاره کنم. یکی در مورد دبیرستان اشاعری و یکی هم در مورد دانشسرای اشاعری. شما ببینید این اقداماتی به همگی کرد، کیفیت و نتیجه کار چگونه بود. دبیرستان اشاعری در سال 1346 یعنی 10 سال بعد از دانشسرای اشاعری با 40 دانش آموز کار خودش رو شروع کرد. ظرفیتش در سال 1357 یا 58 حدود 2 یا 3 برابر شد. قطعا سایر امکانات این دبیرستان نیست، مانند تجهیزات آزمایشگاهی، فضا، مکان، دبیر، خوابگاه و غیره نیز به همین نسبت چندین برابر شد. حالا کیفیت آموزشی این دبیرستان در سال 1353 از 40 نفر فارغ التحصیل این دبیرستان 2 نفر با بورسیه دولت به انگلستان اعزام شدن. من هنوز اسمشونم یادمه که قطعا آقای مهندس جهانگیری میدونه، چون خودش تو همون دبیرستانی که من عرض میکنم تحصیل کرد و سایر دوستان قطعا یدی اونجا درس خوندن که حضور دارن. 2 نفر محسنی از ایل باسری و جمشید نره از طایفه همون درشوی ما، این 2 نفری بودن که به انگلستان وابستگی دولت اعزام شد. و 34 نفر وارد دانشگاه های کشور شدن. ببینید آمار از 40 نفر 2 نفر میره انگلستان، 34 نفر وارد دانشگاه کشور. در سال 1354 از 52 نفر 50 نفر وارد دانشگاه های کشور شدن. رتبه اول تا نهم رشته ادبی و رتبه اول تا سوم رشته طبیعی، اون موقع رشته ریاضی طبیعی داشتیم دیگه، ادبی ادبیات. رشته اول تا سوم رشته طبیعی در استان فارس را به خود این دبیرستان به خودش اختصاص داد. در سال 1355 تمام فارغ التحصیلان این دبیرستان وارد دانشگاه شدند و در سال 1356 از 85 نفر 84 نفر وارد دانشگاه شدند. و رتبه جالبه که در سال 1356 رتبه اول و دوم کنکور سراسری کشور رو به خود اختصاص داد. در سال 1357 از تعداد 64 فارغ التحصیل این دبیرستان 58 نفر وارد دانشگاه شدند. خلاصه در سال 1358 که هنوز دبیرستان اشعری تضعیف نشده بود، از مجموع 404 نفر فارغ التحصیل این دبیرستان 403 نفر وارد دانشگاه کشور شدند. رقم قبولی 97.5% و بسیار شگفت انگیز و تأمل برانگیز بود. حالا دانشسرای اشاعری. این دانشسرا در سال 1336 عرض کردم با 60 نفر معلم کارش شروع کرد. تا سال 1358 که بنده یکی از دبیرای این دانشسرا بودم، تعداد داوطلبان آن و ریاضیاتم درس می‌دادم، تعداد داوطلبان آن به 1400 نفر رسید. یعنی شمار کسانی که به شغل ارزشمند و با احترام و معدمی روی آوردن به بیش از 23 برابر ظرفیت اولیه رسید.
خلاصه در طی 22 دوره آموزشی دانشسرای اشعری حدود 10,000 معلم را با بهترین شیوه تربیت نمود تا نیاز آموزشی فرزندان اشعری را در تعداد زیادی از استانهای کشور برطرف سازد. این استانها فارس بود، خوزستان بود، آذربایجان شرقی، غربی، سیستان، بلوچستان، کردستان، کرمانشاهان، ایلام، استان شارمال بختیاری، گلستان، کوهگیلی و بریامد، اصفهان و بوشهر. اینا از جمله استانهایی بودن که معلم اشعری داشتن. برای اینکه بیشتر ایلات و اشایر کشور در این استانها متمرکز بود، بنده خودم معلم اشعری بودم ولی استان فارس درس میدادم. نکته آخر، من میخوام رمز موفقیت تعلیمات اشعری براتون بگم که به قولن همون مدیر کل افسانه ای محمد بهمن‌بگی چه خصوصیاتی، چه صفات بارزی داشت که اینجوری موفق. خب این رمز موفقیت این مدیر کل را من میتونم متعلق به تمام کسانی بدونم که کارهای مردمی و عام منفعه انجام میدهند، مثل همین جوایز فارسی که برای مردم کار میکنه. من نمیدونم، شاید خیلی هاشون اصلا نفع اقتصادی براشون نداره، برای مردم کار میکنه. این کار بیانگر این است که تاریخ و جامعه همیشه قدردان خدمتگزاران واقعی مردم است. یعنی اگر امروز ما با خانم روز کسایی بیان درگیر بشن، ایشون کار خودش انجام خواهد داد، برای که میدونه تاریخ و جامعه ای که ایشون خدمت کرده از ایشون یاد داره. من اینجا مختصر در مورد بهمن‌بگی بگم، چون قرار صفات بارز ایشونه بگم دیگه. محمد بهمن‌بگی بنیانگذار تعلیمات اشعری ایران از فرزندان اشعری قشقایی بود. وی عاشق کار آموزش پرورش و فرزندان اشعری بود. ایشان کتاب‌های چندی را به رشته تحریر درآورده. عرف عادت را در خیلی در جوانی موقعی که از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل می‌شد نوشت که در زمان خودش این کتاب خیلی سرصدا کرد. بقیه کتاب های آقای بهمن‌بگی در زمانی بود که ایشون بازنشست شده بود و غالبا هم بعد از انقلاب نوشته کتاب ها. ایل من بخارای من، به اجاقت قسم، اگر قراغاج نبود، طلای شهامت، اینا از کتاب هایی بود که در دوره بازنشستگی نوشتند. آخرین کتابش در سال 1386 همین طلای شهامت بود. من در اینجا چرا این کتاب ها را نامورد؟ میخوام چند جمله از یکی از این کتاب ها را براتون بخونم که خود آقای بهمن‌بگی گفته و میزان عشق ایشان را برای آموزش فرزندان اشعری بیان میکنه. میگه ایلاتی بودم، به ایل بازگشتم. پس از سالها سواری، سرگردانی، چادرنشینی و دنیاگردی به فکر باسواد کردن بچه‌های اشعری افتادم. بیش از 27 سال از عمرم را در این راه صرف کردم. با غمها و شادیهای آنها آشنا بودم، به دردها و درمانهایشان پی برده بودم، با چشمی باز و بینا و همه کس و همه جا نگریسته بودم. برای بهبود و اوضاع و احوال این مردم خانه بودوش و کوشنشین تا پای جان ایستاده بودم. خب با چنین احساسی این متفکر ایل ما کار فرهنگی خودش رو شروع میکنه. کاری را شروع کرد که بعد از سالها در نبود ایشان هر روز آوازش بیشتر و کارش پایانی ندارد و نخواهد داشت. در اینجا من میخوام صفات بارز این چهره فرهنگی را خدمتتون بگم چه صفاتی داشتن. حالا اون چیزی که من یادداشت کردم یا ما در 15 سال دیگه با ایشان کار میکردیم. شخصیتیشان بود. شخصیتی که از خصوصیات بسیار بارز بنیانگذار تعلیمات اشعری ایران بود. واقعیت این است که استعداد خدادادی است، ولی شخصیت دست خود انسان است. آنهایی که حرفشان و عملشان یکیست دارای شخصیت والایی هستند. در حقیقت درونی بزرگتر از بیرون دارند. این عامل در وجود آقای بهمن‌بگی لبریز بود. دومین فاکتوری که ایشون داشت جاذبه بود. جاذبه یعنی جذب کردن، کشیدن مردم به سوی خود. جاذبه مثل سایر ویژگی‌های انسان پروردنی است.
مردم کسی را دوست دارند که اهل عمل، ستایش و عاشق باشد، نه کسانی را که اهل نق و آه و ناله باشد. جاذبه یعنی به توانایی های مردم انگشت گذاشتن، یعنی خوبی های مردم را دیدن، یعنی از نقاط ضعف مردم چشم پوشیدن. آقای بهمنگی که من هم افتخار شاگردی ایشان را داشتم، اغلب موارد دیگران را تحسین میکرد و نقاط قوت آنها را با آنها یادآوری میکرد. یه فاکتور دیگه لیاقت. لیاقت یعنی پیگیر بودن، یعنی بیش از حد کوشیدن، الهام بخشیدن، کنکاش کردن، از خصوصیات انسانهای بالای لیاقت است. تعهد. خب ما برای اینکه اینجا خسته نشید، این آقای شهاب خان شاکری روبروی منه، قطعا آدم متحدیه، کسی که در میان تمام مهاجرین در کلگری میشه مهاجر به اصطلاح رتبه اول، و الان دارن برنامه‌ای براش میچینن که بزرگداشتی بگیرن یا حالا تشویق بشه. آدم‌های موفق متعهد هم هستند. درسته که کار بزرگ بنیانگذار تعلیمات عشایر حاصل استعداد ایشان بود، ولی اگر تعهد و احساس مسئولیت در پس این قضیه نبود، شاید تأثیر قابل ملاحظه‌ای نداشت. کارش شاید تأثیر قابل ملاحظه‌ای نداشت. ارتباط. کسی را که کاری را شروع می کند باید بتواند دیگران را از دانش خود بهره‌مند سازد. باید بتواند نسبت به کارش شور شوق ایجاد کند. باید بتواند با مردم رابطه دوستی و تفاهم برقرار کند. اگر کسی نتواند پیامش را به درستی و روشنی به دیگران برساند، در حقیقت بود و نبود پیامش یکسان است. شجاعت. شجاعت به حق در صدر صفات برجسته انسان است. وینستون چرچیل میگه شجاعت انسان‌ها تکیه‌گاه سایر صفات انسان است. یعنی ما اگه شجاعت نداشته باشیم، بقیه صفاتمون هم فرو خواهد رفت. وقتی فردی شجاع موضع میگیرد، پشت دیگران گرم می‌شود. شجاعت بزرگان و مسئولین الهام می‌بخشد، مردم را پشت سر او وامی دارد. به هر حال توفیق زندگی هر کسی به میزان شجاعت او بستگی دارد. این عامل نیز در بهمن‌بگی ساخت. ابتکار. بهمن‌بگی علی ابتکار و نوآوری بود. وی پیوسته در جستجوی فرصت بود. کسانی که ابتکار عمل دارند منتظر نمی‌مانند، مسئولیت خود را می شناسند، از آسایش خیش چشم پوشیده و در کار مورد نظرشون مشکلات را رفع می کنند. روزولت رئیس جمهور آمریکا معتقده که در زندگی، در کارنامه زندگی او چیزی برجسته نبود جز یک مورد. آنچرا که به انجامون ارغاب داشت انجام می داد. نبوغ. جالبه، ادیسون معتقده که 99% این خیلی جالبه ها، ادیسون معتقده که 99% نبوغ عرق ریختن و کار کردن است و تنها 1% شمع و الهام است. یعنی شما موقعی که در یک کاری پیگیر هستی، مدام کار میکنی، شبانه روز کار میکنی، نبوغ هم میاد پیدات میکنه. فقط 1% میگه 99% عرق ریختن و کار کردن است و فقط 1% شمع و الهام است. بهمن‌بگی هم نابغه بود. البته ایشان در کنار نبوغ همت و پشتکار داشت که همین امر موفقیت وی را دوچندان میکرد. تسلط بر نفس. افلاطون معتقد است که نخستین و بالاترین پیروزی انسان تسلط بر نفس خیش است. یک فرد مسئول هر قدر هم که باهوش و باانضباط باشد، باید بر نفس خیش تسلط داشته باشد تا در امور محوله و زندگی موفق باشد. خدمتگزاری. مسئول واقعی کسی است که به مردم خدمت کند و در راه خدمت به مردم هر بهایی را بپردازد.
خدمتگزار مردم باید شعله از عشق و علاقه و ایثار را در درون خود روشن نگه دارد تا خدمتگزار واقعی و حقیقی باشد. تحمل سختی، فداکاری، ایجاد انگیزه، شور و شوق در دیگران ایجاد کردن از سایر مواردی است که انسان خدمتگزار باید در مورد به اون توجه کنه. به همین دیگه هم یک خدمتگزار واقعی. نتیجه گیری، حالا من از این بحثا میخوام چه نتیجه بگیرم. به راستی که دنیا سازان در یادل هستند. گروهی از دانشمندان اعتقاد دارند که برای انجام کارهای بزرگ باید عاشق بود. تعدادی از اندیشمندان معتقدند که برای انجام کارهای بزرگ باید ایمان قوی داشت. بنده حقیر معتقدم که عشق و ایمان لازم است ولی کافی نیست. محمد بهمن‌بگی در خدمت به فرزندان عشایر از معجون عشق و ایمان و عمل برجست و این بود که به قله‌های رفیع پیروزی یا قله‌های رفیع پیروزی را یکی پس از دیگری فتح کرد. خب ترکیب چنین معجونی بایستی چنان زیبا و دوست داشتنی می‌شد. آقای مهندس جهانگیری را وقتی من می‌بینم، خب ایشون از دست پرورده‌های بهمن‌بگی است، شهناز وزیرزاده، ارزم به حضور مبارکتون روبرون فاطمه نری را می‌بینم، ایشون همینطور. خود بنده آقای جاوید احمدی ایکتر از استرالیا وکیل سازمان ملل است. خب ایشون اومده دیروز تا فهمیده من دارم حرفی دارم بزنم 20 ساعت با 20 ساعت بابت اومده داره نگاه میکنه ببینه که من در مورد عشایری چی دارم یا در مورد بهمن‌بگی چی دارم. خب به هر حال این همون معجونیه که من خدمتتون عرض کردم. آقای بهمن‌بگی در حقیقت نتیجه این معجونی که درست کرد و اینقدر زیبا و دوست داشتنی بود. من نکته مهمی که میخوام اینجا خدمتتون عرض کنم در خاتمه اینه که ما که در این کشورهای اجنبی، حالا به قول ایران یا خارج هستیم، باید پل ارتباطی باشیم بین این کشور و کشور مبدأ خودمون. ما باید اطلاعات، تکنولوژی، دیتا از این طرف منتقل کنیم به کشور بومی خودمون و از اون طرف فرهنگ‌های بومی و سالم و را منتقل کنیم به بچه‌ها فرزندانمون که اینجاست که زیاد حالا شاید غربی نشن. این یک کاری که ما باید انجام بدیم و من معتقدم که ما باید قدردان انسان‌های زحمتکش از خود گذشته موفق و فعال باشیم و این روش را، این قدردان بودن که در کشور ما متاسفانه خیلی کمرنگه، این روش و رویه را به جوانان و فرزندان ما انتقال دهیم. این سخن آخر من بود. ممنون از حوصله عزیزان که منو تحمل کردن. من متشکرم و سلام. اگه سوالی باشه در خدمتتون هستم. درود بر شما، خیلی متشکرم. همه رویاهای ما تحقق پیدا می کند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم. از همکار عزیز خانم شهلا رستمی دعوت می کنم که صحبتی رو داشته باشه. خانم شهلا مونتریال، درود بر شما روز عزیز، درود بر جناب آقای دکتر قرخلوی نازنین با این همه اطلاعات بسیار بسیار خوب و مفصل. آن پیک نامور که رسید از دیار دوست، آورد هرز جان ز خط مشکبار دوست. خوش می‌دهد نشان جمال و جلال یار، خوش می‌کند حکایت عز و وقار دوست. دل دادمش به مژده و خجلت همی برم، زین نقد قلب خیش که کردم نثار دوست. شکر خدا که از مدد بخت کارساز، بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست.
سیر و سپهر و دور قمر را چه اختیار؟ در گردشند همه بر اختیار دوست. گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند، ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست. ما آستانه عشق و سر نیاز، تا خواب خوش کرا بردن در کنار دوست. دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه باک، منت خدای را که نیم شرمسار دوست. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت میهمانان عزیز و ارجمند جوایز فارسی. تشکر قدردانی میکنم از استاد عزیز و ارجمندم جناب آقای دکتر مهدی قرخلو، با این همه اطلاعات و با این همه پیشینه و سوابق بسیار خوب تحصیلی، پژوهشی و مطالعاتی، و بسیار ممنونم که نتایج تحقیقات خودشون رو اینقدر قشنگ کلاسه شده و بسیار اکادمیک در اختیار ما گذاشتن. شخصیتی که در مورد صحبت پیش اومده جناب آقای محمد بهمن‌بگی، ستاره درخشان و فروزانی در عالم علم و ادب تمام جهان، ایران زمین و به ویژه عشایر تمام جهان هست و خواهد بود. ایشون الگوی بسیار بسیار بزرگی بودند که بعد از آن آموزش و پرورش عشایر در جای جای دنیا به روش ایشون استناد کردند و تقریبا هر ملتی که تصمیم گرفت و عزم کرد در جای جا و گوشه گوشه های خودش تعلیم و تربیت را نیز به ارمغان آورد. و من سپاسگزارم که عزیزانی هستند که الان توی جلسه هستند و این قسمت ها رو توضیح خواهند داد. من در جا جای برنامه هم سوالاتی دارم که خواهم پرسید، هم مطالبی رو از جناب آقای بهمن‌بگی دارم که هم مرتبط با سخنرانی جناب آقای دکتر قرخلو، هم ما را با زوایای ذهنی و شخصیتی این استاد بزرگ و ارزشمند بیشتر آشنا خواهد کرد. از روز عزیزم ممنونم که وارد ظریف‌ترین نکته تعلیم و تربیت عشایر و شخص شخیص جناب آقای محمد بهمن‌بگی با راهنمایی جناب آقای دکتر مهدی قرخلو شده. سپاس. خیلی متشکرم شهلای عزیز، سپاسگزارم. جناب شهاب شاکری رو دعوت میکنیم که صحبتی داشته باشن، یا اگر سوالی هست بفرمایید. خواهش میکنم. ممنونم. با درود به همه کسانی که تصویر منو میبینن یا صدای من رو میشنون، از Persian Awards سپاسگزارم به خاطر بنیان گذاشتن این برنامه فوق العاده، و تشکر ویژه دارم از بانو روز که با اون کاراکتر خاص خودشون تو اجرا سطح کیفی برنامه رو همواره ارتقا میدن. عرض میکنم که نوشتن و سخنرانی کردن در حضور کسانی که عمرشون صرف نوشتن و سخن گفتن بوده، صرف کردن کار ساده ای نیست. قصد حرف زدن تو جمع فضلا رو نداشتم حقیقتش، اما دکتر قرخلوی عزیز دستور دادن، بنده هم اطاعت کردم. هر کس از این حکایت بتواند دانست که این چه بزرگان بودند و همگان برفتند، و از ایشان نام نیکو یادگار مانده است. و غرض من از نوشتن این اخبار آن است تا خوانندگان را فایده‌ای به حاصل آید و مگر کسی را از این به کار آید. این جملات از تاریخ بیهقی بود. همواره در بین صاحب نظران این پرسش مطرح بوده که آیا تغییر و اصلاح در ساخت و بافت جوامع به دست نخبگان و از بالا انجام می شود، یا بر اثر تحول در بستر اجتماعی و از پایین. وقتی به تاریخ معاصر و دستاوردهای دستگاه محقر اما پرفایده و تأثیرگذار آموزش عشایر ایران نگاه می‌کنیم، طرح این پرسش مورد سوال قرار می‌گیرد که واقعاً تغییر از بالاست یا از پایین. همگی ما شاهد پدیده‌ای به نام بهمن‌بگی بودیم که کلیت این پرسش را با یک شاهکار به چالش کشید. آموزش عشایری ایران همانا تغییری است که توسط یک محرک و بعدها عامل از بستر جامعه برخاست و در آغاز با کمترین حمایت از بالا جان گرفت و ایفای نقش کرد. آنگاه باعث تحول سریع در بستر اجتماعی و قشر فرودست جامعه گردید. بدین وجه آموزش عشایری عامل تغییر را و مسیر کنش تغییر را در کوتاه‌ترین
مدت ممکن معکوس نمود. همه ما شاهد بودیم که چگونه یک حرکت فرهنگی به واسطه نهادینه کردن سواد با ابزار شناسایی و پرورش استعدادهای گمنام منجر به اطلاع جامعه و در کوتاه مدت باعث تعویض جایگاه بالا و پایین شد. ببینید عزیزان، نهادهای سیاسی غرب و این نظامی که امروز به عنوان دموکراسی لیبرال معروف هست، حاصل تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی حداقل 5 قرن اروپا است. بهمن بیگی اگر به گفته ای تنها مجری اصل 4 ترومن هم بوده باشد، از این مجریگری با فراستی مثال زدنی آنچنان بهره برد که امروزه نه تنها ایران بلکه جهان از این اجرا متمتع گردیده. و این ابداً اغراق نیست، چرا که زندگی من و شما در هر کجا که هستیم، یا یک برزیلی در برزیل و یک هندی در هندوستان، از رفتارهای بشر در اقصا نقاط دنیا تأثیر گرفته و میگیرد. در ادامه ادله‌ای بر ادعای اثبات این ادعا ارائه خواهم کرد. پیش از پرداختن به موضوع اصلی، فرصت را مغتنم شمرده، به قولی به چادر کناری سری میزنیم و گپی خودمانی با دوستان. آقایان، بانوان محترم، اگر نه همه شما بلکه اکثریت حاضر در جمع به شکلی مستقیم از خدمات بهمن بیگی بهره بردید. اگر امروز شما در این جمع یا هر فرصتی که در پیش روی شما باشد از خدمات ایشان به نیکی یاد کنید، نه تنها راه را به بیراه نرفته اید، بلکه دست کم وظیفه شاگردی و حق استاد را ادا کرده اید. در این مقال قصد من تحلیل بی‌طرفانه و تقدیر مختصری است از آقای محمد بهمن بیگی، مدیر کل آموزش عشایر ایران. همینجا در حضور عمه عزیزان عرض می کنم که بنده نه خودم و نه هیچ یک از اعضای خانوادم از کار بزرگ آقای بهمن بیگی به هیچ وجه بهره مستقیمی نبردیم. عرض می کنم که به عنوان مثال خواهر من با معدل 20 به 40 نفری راه داده نشد. بهمن بیگی علارغم رابطه پسرعموزادگی با پدرم شخصا از قبول خواهرم امتناع ورزید. دلیلی که آوردن این بود که 40 نفری برای اقشار فرودست جامعه عشایری ساخته شده. شما پول دارید، خودتان بروید درس بخوانید. چه دلیل زیبایی بود که یک خانزاده به دنبال باسواد کردن آن قشر از مردم ماست که هویت ما به وجود آنها گره خورده بود. و این گونه بود که ما متقاعد شدیم 40 نفری جای خواهر ما نیست. پس غرض من از این سخنان مجیزگویی یا ادای دین شخصی به کسی نیست. تکرار می کنم، بنده امروز به لطف و تقاضای استاد عزیزم آقای مهدی قرخلو تصمیم گرفتم عقاید و برداشت شخص خودم رو به عنوان عضوی از آحاد جامعه که از وجود بهمن بیگی بهره‌های فراوانی برده خدمت شما عرض کنم و اینگونه رسالت اجتماعی خودم رو به انجام برسونم. خالی از لطف نیست که در این قسمت از سخنانم خاطره نقل کنم. یادم هست حدود 30 سال پیش بود. در بخش جمع استان بوشهر خدمت می کردم. در یک جمعی از افراد بومی، اشخاصی منو با یک لحن تحقیرآمیزی مورد سوال قرار دادن که شما قشقایی ها که ادعای جنگاوری و زیر بار نرفتن دارید، چگونه است که بهمن بیگی شما به غلام معصومی، یاغی، آدمکش و گردن بند معروف سالی 20,000 تومان باج میداده. جوان بودم، از این سوال برآشفته شدم. نمیدانستم حقیقت دارد یا از آن حرفهای کذایی است. مدتی گذشت. به دنبال فرصت بودم. در منزل یکی از بستگان مهمان بودیم. محمد خان هم آنجا بود. از ایشان علت پرداخت پول به یاغی معروف را پرسیدم. ناگفته نماند زندانان بهمن بیگی به من همیشه محبت خاصی داشتن و در توضیح علت محبتشان نه نسب پدری که نهایتاً به خودشان برمیگشت، البته به قول مستقیمیشون که میگفت از پدرت نمیگم چون اونم از ماست، بلکه نسب مادری، شخص مادرم و به ویژه پدر مادرم شادروان جعفرخان پولادی رو ذکر میکردن که اونم مایه کنجکاوی من شد تا اینکه ایشان خاطری از پدر بزرگم نقل کردن حاکی از آزادمنشی
و شجاعت جعفرخان بود. نتیجه آن نقل این بود که پدر بزرگ مادری من شخصی بوده که از باج دادن به هر کسی حتی به اشخاص خاص هم خودداری میکرده. آنگونه سربلند زیست که تا آخر عمر وامدار کسی نبود. و این خصلت برای محمد خان بسیار ارزشمند و همواره مورد پسند واقع شده بود. کوتاه سخن آنکه بهمن بیگی حرمت حریت پدر بزرگم را در مقابل نوه دختری ایشان رعایت میکرد. در سیماندگار این سبک نوشتن را هم از سخنرانی های زندیات بهمن بیگی آموختم که ایشان از هر فرصتی برای نقل خاطره یا افشای حقیقتی استفاده میکردند. گاهی به جهت استناد، گاهی با هدف تبیین و یا اهداف دیگر. القصه جواب پرداخت 20,000 تومان به یاغی معروف این بود. ایشان گفتند معصومی گرسنه بود، زن و بچه هایش گرسنه بودند. قلی معصومی کاری به جز راه زنی را نه می توانست بکند، نه به فکرش می آمد. من میخواستم راهنماها و بازرسانم با امنیت به مدارس منطقه جمع خدمات برسانند. اضافه کردند من به کسی که از گرسنگی راه میبست و ژاندارمری هم حریفش نشده بود پول دادم تا بچه های آنجا را باسواد کنند. و من هم همین را به سوال کنندگان گفتم. بله، بهمن بیگی الفبا را به منطقه جمع بوشهر هم برد. و امروز پالایشگاه‌های منطقه جم شامل اصلویه و پارس جنوبی و امثال هم نه تنها شاهرگ مهمی برای نفت و گاز ایران هستند، بلکه در قیمت جهانی نفت و گاز تأثیر می‌گذارند و زمستان سرد ترکیه و قسمتی از اروپا هم مستقیماً متأثر از حضور صنعت نفت در منطقه جم و توابع است. و این تأثیر جهانی رفتار بهمن بیگی و کار بزرگی هست که ایشون انجام دادن. دوستان، آموزش عشایری با جهل به مبارزه به مثل نکرد. در بستر جهالت درخت گردویی کاشت که با گذر زمان ثمره آن بیشتر و بیشتر می شود. همو که بیش از نیم قرن پیش آهنگهای کلاسیک غربی، رپسودی لیست و سمفونی های بتهوون را گوش داده و کتاب خوانده بود، دنیا را جوری می دید که بسیاری هنوز در فهم آن دیدگاه دچار مشکلند. او برای ایجاد تغییر با تجسم آینده بهتر برای بشریت آدمکش‌ها را نکشت، به فرزندان آنان سواد یاد داد. حتی تفنگ پدری را هم بر زمین گذاشت تا گلوله‌های ساچمه‌اش بالهای کپکی را نشکند. با سلاح قلم به مبارزه با نادانی پرداخت و نیک میدانست که آدم کشی مایه ابقا و انتقال جهل به نسل‌های بعد می شود. از جنگ متنفر بود. شگفتا که امروز بسیاری از مردمان هنوز همین را هم نفهمیدند. به علاوه الفا در منطقه جمع استان بوشهر پایه‌ریز پرورش فرهیختگان بسیاری شد که خود معترفند آنچه دارند مدیون آموزش عشایر است. از این مثال ها فراوان داریم. در خصوص خدمات ایشان سخن بسیار رفته است که تکرار آن گزافه گویی است. روی سخنم امروز با کسانی است که خورشید را گذاشته میخواهند با اتکاب ساعت شمات دار خیش بیچار خلق را متقاعد کنند که شب از نیمه نیز بر نگذشته است. اما در جامعه ما، به ویژه در جامعه ما که گاهی با عنوانهایی چون جامعه نخبه کش شناخته شده است، هیچ کار بزرگی از دست مخالفان جان سالم به در نبرده است. برخلاف فرهنگ غالب غرب که کارهای بزرگ را همواره ارج می نهند. با نگاهی به منتقدان بهمن بیگی، می شود گفت منتقد ایشان یا دلسوز است و خواهان بهتر شدن اوضاع، یا تنگ نظر است و خواهان تخریب، یا منتقد بی‌طرف است و جویای پاسخ. بنابر یک وظیفه انسانی همواره منتقدین ایشان را فارغ از هر ردبندی که به آن تعلق دارند به رعایت اصل جوانمردی تشویق نمودم، چرا که آنچه الفبا به ما آموخت سرآغازی بود بر فهم دموکراسی.
و به رسمیت شناختن حقوق دیگران، مگر دیدن و احقاق حقوق فرودستان جامعه و به رسمیت شناختن آنان به جز دموکراسی است. بنابراین به رسم وفاداری و ادای دین دست هر منتقد بیطرفی را به گرمی فشرده و به هر مخرب به یاری حقیقت و به مدد اندیشه پاسخ می دهیم. اگر میراث بهمن بیگی اعتلای فرهنگ است، بیایید عهد کنیم که به فرهنگ وفادار باشیم و به توسعه فرهنگ وفادار باشیم. فرهنگ سرآمد میراث ماندگار او ماندگار باد. متشکرم خانم روز. درود بر شما، خیلی متشکرم از صحبت‌هایی که فرمودید. آقای جاوید احمدی ایگدر هستیم خدمتتون. سلام و درود و فراوان هموطنان عزیزم، همتبران و نازنینم. خیلی سپاسگزارم از اینکه فرصتی فراهم شد. از شما عزیزان تشکر میکنم. من اول ساعت ما تو سیدنی تقریبا هلوهوش 11، من اولا تو دادگاه هستم، برای که سعی ادب نکرده باشم اومدم یک گوشه که دوربینم رو روشن کنم که خدا نکرده در حال سعی ادب نکرده باشم. سپاسگزارم از شما عزیزان که این فرصت را فراهم فرمودید. به هر حال بعد از مدت‌ها ما موفق شدیم صدا و تصویر نازنین جناب آقای دکتر قرخلو را بعد از مدت‌ها زیارت کنیم. تشکر می‌کنم از همتون. خب من بدونی که به محتوای آنچرا که چند دقیقه اخیر بهش می‌پرداختم فکر می‌کردم به اصطلاح بپردازم. خب من هم محصول سفید چادر در واقع منتسب به زنده یاد محمد خان بهمن‌بگی هستم. به هر حال 5 سال آموزش ابتدایی ما در همون مدارس بوده و خب به اصطلاح از فردای اون روزی که اون 5 سال آموزش عشایر ما تمام شده برای ادامه تحصیل بایستی به مدارس شبان روزی می رفتیم و خب راهنمایی دبیرستان و حالا ادامه ماجرا. اگر یه فلشبک معمولی حداقل من بخوام داشته باشم، احساس میکنم من با یک دافعه عجیب و غریبی در 11 سالگی، حالا مخصوصا بعدها وقتی که مهاجرت کردم به این موضوع یه مقدار بیشتر نزدیک شدم. احساس میکنم من برای اولین بار در 11 سالگی در کشور خودم به اصطلاح مهاجرت کردم. من وقتی که بخوام به اصطلاح در مورد موضوع اظهار نظر مستقلی بخوام انجام بدم، ببینید ما در طول 5 سال آموزش ابتدایی من، خب معلم من عموی من بود، تعداد دانش آموزا تقریبا از 10-15 نفر معمولا متجاوز نمیشد و من هیچگاه در طول 5 سال همکلاسی نداشتم و خب تصور بفرمایید تمام تک تک آموزش هایی که من تا اون 5 سال دیدم به زبان مادری من بود، مثلا ریاضیات، نمیدونم ادبیات فارسی، حتی تک تک اینها رو خب معلم من در واقع عموی من به زبان مادری من معمولا به من درس میدادن. از فردای آن روزی که به حالا مدرسه نمیدونم نمونه دولتی تیزوشان راهنمایی به حال وارد شدم، یک دافعه عجیب و غریبی که به اصطلاح باهاش مواجه شدم همیشه و همواره با منه. قاعدتا این سوالی که از آقای دکتر با کسب اجازه داشتم این بود که آیا این حس حالا به قول معروف متفاوتی که اون روزها من باش مواجه شدم رو برخی از برخورداری های خودم لحاظ بکنم یا حقیقتا بخشی از فرض بفرمایید بدبیاری هایی که آدم ها میتونن با تجربه های متفاوتی که به اصطلاح در طول زندگی خودشون بعضن باش مواجه بشن لحاظ بکنم. برخورداری ها خب به حال آدم ها در تجربه های ممتدی که در طول زندگیشون برای رشد، برای تعالی، برای متفاوت شدن، برای تغییر به اصطلاح بایستی باش مواجه بشن و خب از یه طرف آیا من واقعا با این دافعه‌ای که در 11 سالگی این تغییر عجیب و غریبی که خب باش مواجه شدم رو آیا واقعا بخشی از بدشانسی های خودم بایستی لحاظ بکنم یا خیر؟ سپاسگزارم. من الان توضیح تکمیلی رو احتمالا مجددا خدمت شما اگه لازم باشه هستم. سپاسگزارم. خیلی متشکرم، ممنونم. جناب دکتر هستیم خدمتتون اگه پاسخی هست. حالا این برداشتی که جناب آقای احمدی داشتن، خب برداشت شخصی خودشونه. من نمیدونم حالا بیشتر باید بگیم تأثیر اون محیطی بوده یا بالاخره دستاوردهایی بوده که در طول آموزش بهش رسیدن. من جواب قانع کننده الان نمیتونم داشته باشم برای جناب احمدی که بگم حالا این
تفاوت مال کجاست. من صفحه‌ام متاسفانه تغییر کرد، نمیدونم چجوری برگردم سر جای اول. ما تصویر شما رو داریم. اینه که من همین عرض کردم دیگه، من باید جواب به خود آقای احمدی بسپاریم ببینیم در چه مسیری میتونن اون محیطی که قرار میگیرن قطعا تاثیرپذیره، معلم تاثیرپذیره، محیط جدید که مهاجرت میکنن همه اینا تاثیر میذاره. خب خیلی متشکرم، ممنونم. اگر اجازه بدین از آقای علیرضا جهانگیری دعوت کنم، اگر صحبتی هست باشیم خدمتتون، سوالی هست. خواهش میکنم. با سپاس از مسئولین اجرایی Persian Award، ساکا خانم روز، جناب مقدم، خانم دکتر رستمی و دیگر عزیزانی که زحمت میکشند و این تریبون برای ایل ما فراهم نمودن که صدای ما به گوش جهانیان برسه، برای ما بسیار های زحمیت. باز هم مجدداً دست هاتون رو در این همکاری میفشاریم. سپاسگزارم از جناب دکتر قرخلو که خیلی بسیط و جامع در ارتباط با آموزش عشایری به ویژه استاد بهمن بیگی بسیار توضیحات دیتیل دقیق و در این حال احساسی که داشتن، و طبعا انتظار من از جناب دکتر هم همین هستش. آشنایی ما با دکتر و خانوادهشون تقریبا به ربع قرن میرسه و جالبه با توجه به اینکه خانواده قرخلو رو میشناختم و با همشیرهشون در دبیرستان عشایری در 40 نفری بودیم، البته اوشون چند سالی از من جوانتر بودن، هم کلاسی نبودیم، اما آشنایی ما و همکاری هامون در خارج از کشور و مشخصا دیدار اولیه‌مون در اتاوا بود اگر یادم نرفته باشه، و در واقع یک فعالیت فرهنگی رو ما انجام دادیم که توأم بود با عروسی نازنین عزیز و ناصر از سرزمین کردستان، بعد نازنین از ایل قشقایی، دو قناری با هم ازدواج میکردن و ما ایل قشقایی باید در مقابل کردها که خودتونم کردید دیگه، در واقع یک کشوری هم با چندین هزار سال قدمت، ما باید سفارایی میکردیم. طبعا ما هم باید هویت خودمون نشون میدادیم و در اونجا ما موفق شدیم. رقص حلیمون، آوازمون، رسممون رو، خلاصه این اولین همکاری ما با این خانواده و مشخصا دکتر بود. و به دکتر باید یه چیزی رو عرض کنم. من از این زاویه برای من ارزشمندن که همراه با تدریس تحصیل کردن، چیزی که خودشون هم فرمودن. این متفرقه کار ساده ای نیست. من خودم دیپلم ریاضی گرفتم. دیپلم ریاضی خیلی کانسپچواله به قول این فرنگی. و ایشون واقعا شاهکار کردن. در کنار بعدن ادامه تحصیل، ادامه تا درجه دکترا، و واقعا با داشتن چندین فرزند و به ویژه فرزندانی که در دوران نوجوانی، که این فرنگی ها وقتی اسم تینیجر میاد میگن تینیج، خلاصه شاهکار کردن. و طبعا من اینجا باید از گوهر خانم عزیز، همشیره عزیزمون، واقعا تشکر کنم که این همه پشت دکتر رو گرفتن، به ویژه در اون دوران تحصیلی. دوران تحصیلی من خودم کار کردم و تحصیل کردم. کار ساده ای نیست. به ویژه که زبان اولیه انگلیسی هم زبان شما نیست. خلاص از این زاویه این چیز شخصی رو با آقای دکتر خواستم مطرح کنم. بازم سپاسگزارم که اینقدر دقیق نظام آموزشی عشایری رو توضیح دادند. اما من در ارتباط با استاد بهمن بیگی، از اونجا که خودم از دانش آموختگان این نظام بودم، دیدم رو میخوام مطرح کنم.
به نظر من استاد بهمن بیگی به چندین دلیل موفق‌تر از کسای دیگه بوده. دلیل اول رو کد میارم از جناب آقای یوسفی که یه مقاله نوشته بودن، اتفاقا همین اخیراً خوندم. ایشون مطرح کردن که خیلی زیبا تاریخ آموزش‌های مختلف رو بررسی کردن، فکر کنم از سال 1300 تا 1320 خلاصه همه رو توضیح داده بودن که چرا بنیانگذاران و مؤسسین این آموزش‌ها موفق نبودن ولی بهمن بیگی موفق بود. یکی از دلایلی که ایشون مطرح کرده بودن این بود که بهمن بیگی آشنایی کامل با ایل داشتن و طبقات رو خوب میشناختن، روابط رو تشخیص میدادن، فوق‌العاده آدم با ذکاوت و باهوشی هم بودن و تونستن از خیلی از مسائلی که جلوشون بود در واقع بگذرن و اداره آموزش عشایری موفق شد و من از آن دارم که ایشون درست کاملا. ولی دلایل دیگر هم من میشمارم در کناری. اولا بهمن بیگی به خاطری که گک چند فرهنگی بود، تحصیلات بهمن بیگی چون پدرشون از خوانین قشقایی بوده، از کلانتران قشقایی بوده، محمود خان برادر ابراهیم خان بهمن بیلو که از وزرای سولت دوله بودن و اینا، در تهران ایشون فرهنگ فارس، فرهنگ شهری رو گرفته بود و در مدرسه هم موفق بوده. این چند فرهنگی خودش به شما دید چند بعدی میده، یعنی به صورت اتوماتیکی شما رو از یک بینش تونلی به یک بینش چند بعدی میاره که در اصطلاح فلسفیش ما میگیم دیالکتیکی. یعنی عملا شما نگاه میکنید که بهمن بیگی مسائل رو از زوایای مختلف میبینه، نه از زاویه فقط یک ایلی، هرچند عاشق بیقرار ایله. حالا کاری که ایشون کردند که دکترم اشاره بهش کرد، این پل بین شهر رو ایل رو ایجاد کرد و اون پل آموزش عشایری بود. من یک ایلی هم، من نمیتونم ساختمان‌های آسمان خراش واشنگتن و تهران و اینها رو ببینم و در اونجا بشم رئیس رؤسا، من باید کاری کارستان کنم که خودم رو به ایل وصل کنم. این اولین مطلبش بود و طبعا خودش تحصیل کرده و دانشگاه رفته بود، حقوق خونده بود. یک حقوقدان جامعه شناسی میدونه، یک حقوقدان فلسفه میدونه، یک حقوقدان با جوامع متمدن غرب آشناست، یک حقوقدان، یک آدم با سواد دانشگاهی هوگو رو میشناسه، نیچه رو میشناسه، زبانهای مختلف رو صحبت میکنه. بنابراین اگر بهمن بیگی این عاشق بیقرار ضد جهل تونست موفق بشه، به خاطری که خودش یک خردگرا بود. این خردگرایی از کجا میاد؟ شما کتاب‌های بهمن بیگی رو وقتی ورق میزنید، به ویژه آل، ضد خرافات، ضد شوونیزم مردسالاری، از کجا میاد؟ از درون اون کتاب‌هایی که خونده و با عشق، با احساس گرفته و طبعاً در آموزش عشایری به کار برده. مطلب دیگه ای هم که هستش در ارتباط با استاد بهمن بیگی اینه که ایشون به عدالت اجتماعی معتقد بود، یعنی بیزار بود از طبقات، بیزار بود از این که کسی یک تکه نان نداشته باشه بخوره و از اون طرف کسی ثروت انباش تکرده. این تفکر یک تفکر عدالت جویانه، حالا اسمش رو بذاریم شبه سوسیالیست،
چون خیلی ملت ها این روزا خیلی حساسن به کلمه‌ای به نام سوسیالیست، ولی به نظر من بهمن‌بگی یک شبه سوسیالیست بود و اعتقادش این بود که به اون جنگ مسلحانه و دیکتاتوری و پرولتاریا و نمیدونم مسائل مختلف نمیشه این کار رو کرد. کلید مشکلات جامعه ما در الفبا نهفته است. برای اینکه با جهل مبارزه کنی باید سواد رو به ایل بیاری و این کار رو کرد و موفق بود. این مسئله بود که میخواستم اشاره کنم و من خیلی بهش اعتقاد دارم. ممنونم آقای جهانگیری عزیز، صحبتی هست یا اینکه من؟ بله صحبتی هست اگه اجازه بدین. بله فقط اگر یک مقداری وقت رو بتونیم جمع جور کنیم که افرادی که در ایران هستن صحبت کنن. بله. بعد دوباره وارد مطالب دیگه بشیم. بله بله. اگر که بفرمایید خواهش میکنم صحبتتون رو تمام کنیم. خواهش میکنم. خواهش میکنم، نه زیاد چیز نیست دیگه. بعد انتقادایی که با آقای بهمن بگی وارده که من میخوام یه مقدار کوتاه اشاره کنم، این که جناب آقای بهمن بگی در ارتباط با آموزش اشایر به زبان ترکی توجه زیادی نکردن، که به نظر من این انتقاد یک انتقاد بسیار بیجاییست. زبان دیوان سالاری ایران زبان فارسی بوده و به زبان فارسی تدریس میکردن و نه تنها در این زمان، در زمان سلجوقیان هیئت حاکمه ترک بودن، ولی زبان دیوان سالاریشون فارسی بوده و این زبان فارسی یا زبان دری فارسی به عنوان یک کود تمام تصویه ها رو به هم وصل میکرده. حالا کرد، ترک، بلوچ، ترکمن همه رو به هم دیگه وصل میکرده و این آقای بهمن بگی در آموزش اشایری رو مجبور بودن رو مسائل زبان فارسی انجام بدن. چیزی نبوده که ایشون کنترلی داشته باشه بر چنین مطلبی و این به نظر من جناب آقای بهمن بگی اصلا تقصیری که نداشتن هیچی، بلکه با آوردن اداره آموزش اشایری تونستن بسیار فریختگانی رو تربیت کنن که گنجینه های مختلف قشقایی رو مکتوب کنن با زبان فارسی، با الفبای فارسی. یکی دوتا سوال داشتم از دکتر، میخواستم ببینم که درصد قشقایی هایی که اشایری امروز در فارس یا اصفهان یا استانهای اطرافش که کوچ میکنن چقدر هست؟ آیا باید آموزش اشایری رو به صورتی که بهمن بگی ایجاد کردن ادامه داد یا اینکه آموزش اشایری به نوعی در آموزش پرورش ادغام بشه و طبعا یه برنامه های به خصوصی برای اون افرادی که کوچ میکنن داشته باشن؟ فرض کنید اگه 20% قشقایی امروز دارن کوچ میکنن، کوچ در بهار صورت میگیره، در اواخر تابستان صورت میگیره و طبعا این دورانی که تعطیل هستن یا تحصیل میکنن رو در واقع اجاست بشه. نظرشون رو میخواستم بدونم. همین. خیلی متشکرم. سپاس از شما و حضورتون. منتظر هستیم که پاسخ بدن آقای قرخلو. من ابتدا از جناب آقای شهاب شاکری و جناب آقای جهانگیری، مهندس جهانگیری و جناب آقای جاوید احمدی که به نحوی کمبود گفته‌های منو جبران کردن سپاسگزارم. و اما سوال جناب آقای جهانگیری اینه که چند درصد قشقایی ها؟ طبق آماری که ما در سال 1395 از سازمان مرکز آمار ایران داریم، هنوز حدود 2% اشایر به همین ترتیب، 2% میتونیم بگیم قشقایی هنوز کوچ میکنن و آموزش پرورش کشور اومده تقریبا تمام روستاها رو قبلا در اشایری که به وسیله آموزش اشایری داره میشد اینا رو ادغام کرده در آموزش پرورش شهر. تنها اون قسمت کمی که الان کوچ میکنند هنوز گویا مدرسه اشایری دارن و منم حقیقتا نمیدونم تا چقدر اینا موفقن، چون به هر حال دیگه بهمن بگی نیست که اداره کنه، کسای دیگه هستن و درصد موفقیتشون برای منم سواله، چون اخیرا کسی که
آمار اینچنینی بیرون نمیده که بدونیم آیا این مدرسه هایی که هنوز چند تایی محدودی که موندن موفقن یا نه. سپاسگزارم دکتر جانز. خواهش میکنم. خیلی متشکرم، ممنونم از جناب جهانگیری و جناب قرقلو. میهمان بعدی ما میخوام بدونم، اگه اجازه بدین این سوالو بپرسم، میخوام بدونم کدام یک از دوستان ما در ایران تشریف دارن، چون نیمه های شب حقیقتا وسط استراحتشون هستش. اگر که اجازه بدین دوستان این افراد رو دعوت کنیم اگر که صحبتی هست. من اسامی رو اینجا دارم. آقای امیر مصطفی، آقای رجایی پناه از ایران هست. بله بله ایشون. آقای فاطمه دقیقی هم از ایرانه که من تو صفحه نمیدونم. دوستان عزیز، آقای ایرج اجدری. ایرج هم از کلگری. آقای ایرج اجدری، آقای داریوش زندی در شوری، آقای سیاوش شهریور، آقای دکتر محسن رجایی پناه، اگر حضور دارید هستیم خدمتتون. قربان. بله هستم خدمتتون. خب بالاخره اینکه علی ماند خودش. من ابتدا بسیار بسیار خوشحالم از اینکه چهرهای جدیدی را که آرزو داشتم در عمرم ببینم برخی از دوستان بود که خیلی خوشحال شدم. خب از زیارت آقای دکتر هم که طبیعتاً شوق مضاعف بهمون دست داد. میگه خوشان محفل که مهمانش شما اید، خوشان پیدا و که پنهانش شما اید، که هر مستی در این هستی ز عشق است، خوشان عشقی که بنیانش شما اید. بعد از این صحبت‌های بسیار فصیح و آماری و شیوا و ادبی دوستان، حقیقتاً من چیزی در چنته ندارم بگم جز این که یک مورد پرسش جناب آقای شاکری را، چون آمار دقیق تری من دارم خدمتتون در پایان عرایزم خواهم گفت. یکی این که اصولا اگر ما به یک مزرعه‌ای بریم و محصولاتی را در اونجا ببینیم که بسیار بسیار ارگانیک و مرغوب هست، احتمالا سراغ کشاورز را یا مهندسی که این را کارشناسی کرده و این کشاورزی را به این نتیجه مطلوب رسونده جویا خواهیم شد. میپرسیم که باغبانش کی بوده، کشاورزش کی بوده. صحبت های امشب شد که من رو به سمت سوی برد که ناگزیر خودم بزنم. من همین دانشسرایی که جناب آقای دکتر قرقلو اشاره کردن، در سالهای آخر ما دو نفر با هم دبیر همین دانشسرا بودیم. پس یکی از من این دبیرستان بودم، هم مدرس این دانشسرا که معلم ها را تربیت میکرد که اون 1400 نفر که آقای دکتر اشاره فرمود. و دوم، هرچند در دهه 80 و حدود 2003 یا 4 میشه، من مدیر همین دبیرستان عشایری بودم که دوستان اشاره کردن که اینجا تحصیل کردند. خب موفقیت هم داشت، ولی هرگز به اون موفقیت که اشاره شد نمیرسید. ولی محصول همین دبیرستان هنوز هم همون محصولاتی که در دهه 80 و 90 بود، هنوز هم در بخش‌های صنعتی و بخش‌های فنی و مهارتی و محیط‌های دانشگاهی هنوز هم درخشان هستند. منتها آمارها پایین اومده، رقم‌ها پایین اومده. می‌خوام بگم که فرزندان عشایر هنوز اون استعداد رو دارن، منتها خب زمینه پرورش این استعداد شاید نسبت به اون زمان یه مقدار کمتر شده باشه. و یک روز یادمه همین جمع که دوست عزیزمون، فکر کنم جناب آقای جهانگیری بود اشاره کردن اگه اشتباه نکنم، که این همه پیشرفت کرده و زمانی بسیار بسیار عقب افتاده بوده، روزی در همون دهه 80 زنگ زدن، به طور ناشناس فردی به من زنگ زد، گفت که مدارس غیر انتفاعی تحت پوشش پالایشگاه جمع از نظر مدیریت ضعیفه. ما هر تلاش میکنیم که دانش آموزان اینجا رو به جایی برسونیم نمیتونیم. حالا تصمیم گرفتیم یکی از مدیران سابق بهمن بگیر رو دعوت کنیم اینجا تا
و تحولی رو در اینجا ایجاد کنه. و بنده رو دعوت کردن به خاطر تجربه‌ای که در دبیرستان اشعری داشتم، رفتم جمع و اون مدارس مدتی که اونجا بودم حقیقتاً یه تکونی خورد. این رو می‌خواستم بگم که ما محصولات مزرعه آقای بهمن بگی هنوزم که حالا سر و دست داریم و جنبشی داریم، اگر واقعا مسئولیتی بهمون واگذار بشه به دلیل اون وجدان کاری که از اون زمان فرا گرفتیم هنوز هم در وجودمون نهادین است. و یه نکته رو اشاره بکنم، سخنم رو کوتاه کنم که خیلی وقت دوستان رو نگیرم. دانش آموزان دانشسرای اشعری یا دانشجویان دانشسرای اشعری به محض اینکه فارغ التحصیل می‌شدن، اگر بخوام با شرایطی که امروز بر جهان حاکمه، ببینید جهان مدرن امروز غالبا تمرکزگراست. یکی از جامعه شناسای معروف به نام والرشتاین میگه که دنیا به سه قسمت تقسیم شده: مرکزی، کانونی، نیمه پیرامونی و پیرامونی. و محیط پیرامونی و نیمه پیرامونی دائم در صدد جذب شدن به کانون هستند. در تمام دنیا این رایج است. ولی امروز اگر میخوایم از یک کارمندی که تازه استخدام میشه ازش بپرسیم کجا میخوای خدمت کنی، اصولا میاد شهر بزرگ رو انتخاب میکنه اگر میل خودش باشه، و یا شهر کوچکتر رو. اما در زمان بهمن بگی به محض اینکه فارغ التحصیلان دانشسرای اشعری تموم میشد کارشون و قرار بود پست بندی بشه به اصطلاح ما به محل خدمتشون معین بشه، صدا میکردن میگفتن که ما میخوایم 50 نفر بفرستیم آذربایجان، 30 نفر بفرستیم سیستان و بلوچستان، 20 نفر بفرستیم کردستان. حالا کیا از بین این 500 نفر 1000 نفر حاضره و محل زندگی پدریش و آبا اجدادیش سفر بکنه؟ همه دستا ام از دختر پسر بالا. کشور مشاهده میشد و این امتیاز بزرگی بود که چنان این بچه ها تربیت پیدا کرده بودن و با اصول اخلاقی تربیت پیدا کرده بودن که برای خدمت در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی داوطلب می‌شدن، محیط‌ها که حتی شناخت نداشتن، یعنی دورترین نقطه‌ها، دورترین روستاها، دورترین مناطق عشیری. و تموم کنم اون آماری رو که قول دادم در پاسخ جناب آقای شاکری احتمالاً پرسیدن. ما در حال حاضر برابر همون آماری که آقای دکتر اعلام کردن که سال 1395 اعلام شده، در فارس و حومه فارس 112 که حدود 16700 خانواده رو تشکیل میده، اینها طبیعتاً اکثراً مدارس سیار دارن اما با دشواری های عدیده مواجه هستن که اون کیفیتی که مد نظر ما هاست تحقق پیدا نمی کن. من بیشتر از این مصدق اوقات عزیزم ازتون خواهش کنم که این آمار رو دو سه جمله برین عقب، چون من اصلا نشوندم و ضبط هم نشدش. فرمودین این آمار رو یک بار دیگه اگر بفرمایید ممنون میشم. آخرین آماری که ما از اداره امور عشایر گرفتیم و سال 1395 و حتی 1387 هم تقریبا همین آمار بوده، حدود 112,000 خورده خانوار عشیره‌ای بوده در فارس و استانهای مجاور که معمولا محل ییلاق اشلاق این عشایر هست، در قالب 16,700 خانوار خانواده، که این آماریست که داده شده. این گروه از جمعیت هنوز از مدارس سیار عشایری برخوردار هستند، اما به دلیل همون ساختار آموزش پرورشی که در کشور حاکم است و مشکلاتی داره، به هر حال به خاطر انواع مشکلاتی که مواجه هست که دیگه خودتون میدونید، به هر حال اینها اون کیفیتی که شما مد نظرتون بود که آیا این مدارس هنوز همون کیفیت رو دارن، فعلا اون کیفیت رو ندارن. امیدواریم که یه روزی خیلی متشکرم، ممنونم از حضورتون، بسیار سپاسگزارم. خانم همکار عزیزم شهلای نازنین، اگر که پاسخ سوالی که جناب جاوید احمدی در پرسیدن رو بفرمایید ممنون میشم. نوتی میبینم اینجا هستم خدمتتون. اگه بشه یه بار دیگه آقای جاوید اون سوالشون رو مطرح کنم. بله بله، من اگر ممنونم اگر که
محبت کنن. من مجددا سلام عرض میکنم. البته من فکر کردم زمانم کمه، خیلی کوتاه مختصر مفید گفتم که حالا دیر وقت شب بود در ایران، گفتم مصادره اوقات نشم. من برمیگردم حالا بخاطر که خیلی فکر نکردم لازم باشه که محتوای آنچه را که فکر میکردم بپردازم، ولی خب حالا سعی میکنم بیشتر توضیح بدم. ببینید، 5 سال آموزش عشایر در صفحه چادر منتسب به زنده یاد محمد خان بهمن‌بگی، من مدرسه یک آموزشی رو دیدم که تعداد دانش آموزها از 15 نفر حد اکثر در بالاترین رقم ممکن فراتر نمی رفت. من در طول 5 سال هیچگاه همکلاسی نداشتم. معلم من عموی من بود. در طول تمام 5 سال یک تجربه‌ای به دست آوردم که در طول زندگیم بسیار بسیار بی‌نظیر است. حالا اینو میگم بی‌نظیر به خاطر که چون با استپ‌های بعدی، حالا به اصطلاح چی بهش میگم، من آقای دکتر تقریبا قریب به 20 سال دانشگاه تهران باشون آشنا شدم. حالا بیشتر این میگم خدمتتون که خیلی فرصت نکردم محتوای به اصطلاح اون چیزی که بهش فکر میکردم رو بهش بپردازم. وقتی که من در سن 11 سالگی به مقطع راهنمایی که حالا راهنمایی تیزهوشان در استان خاص در شیراز بود و عرض کنم دبیرستان و ادامه ماجرا، وقتی که رفتم با یک دافعه مواجه شدم که با روش آموزشی که من قبلا تجربه کرده بودم نه تنها بسیار متفاوت بود، احساس کردم. چون وقتی میگم وارد دنیای جدید شدم، بعضا نقل قولی از موکلای من، حالا بعضا وقتی که مهاجرت میشه، فردی به کشور دیگه مهاجرت میشه، احساس میشه که مثلا شما با یک ظرف سنجش جدیدی مواجه میشید، کشور جدید، روش جدید، مسیر جدید و هر آنچه جدید شما فرض بفرمایید مواجه هستید و عنوان مهاجرت بهش گفته میشه. آنچه را که من تجربه کردم در 11 سالگی حقیقتا موقعی که حالا 15 سال پیش به ایالات متحده مهاجرت کردم ندیدم و همیشه باور میکنم، همیشه اقرار دارم که من اولین بار در 11 سالگی در کشور خودم مهاجرت کردم، چون با حقیقت امر آنچه را که باش مواجه شدم چیزی کمتر از آن نبود. حالا وقتی که میگم به محتوای آنچه را که به اصطلاح به عنوان آموزش دیدم، ببینید من هیچ وقت دایه اینو نداشتم که خدا نکرده استکاک مشخص آموزشی، محصول آموزشی که من دیدم یکی از بی‌نظیرترین روش‌های آموزشی بود که شاید میتونم حتی ازش نام ببرم. سیستم آموزشی زنده یاد بهمن‌بگی اینقدر زیبا، اینقدر مناسب، اینقدر با شرح ماوقع آنچه را که من بایستی تجربه میکردم همگون و هماهنگ بود که هر آنچه که بعدها دیدم در دانشگاه‌های آسمان خراش که واقعا اصلا قابل مقایسه نتونستم ببینم. عرض میکنم که خب فرض بفرمایید من مثلا ریاضیات رو به زبان مادرین عموی من درس میدادم، مثلا ادبیات فارسی رو درس میکنم، وقتی که وارد راه مدرسه راهنمایی شدم آنقدر تسلط من، آنقدر دانش من به ادبیات فارسی که حالا لزوما یک استکاک مشخصی جناب آقای جهانگیری فرمودن که به زبان مادری نپرداختن، زبان فارسی فلان شد، همه اینها را من قویا واقعا رد میکنم، چون من در طول 5 سال آنچه را که تجربه کردم حقیقتا این نبود. و ریاضیات دروس مختلف رو به زبان مادری به من تدریس میشد، ادبیات فارسی رو مشخصا عرض میکنم، انقدر تسلط من به مولانا، به سعدی، به حافظ انقدر زیبا بود که تک همکلاسی‌های من با وجود حالا به قول معروف مشابهت ها و مشترکاتی که ما با هم دیگه داشتیم، من معلم ادبیاتم یادم هست که هفته دوم کلاس اول راهنمایی انقدر ایمپرس شده بود که باورش نمیشد که من انقدر به اصطلاح سعدی میدونم، انقدر حافظ میدونم، انقدر به ادبیات فارسی به اصطلاح احاطه دارم. حالا بعد از تمام این تعریف و تفاصیل، سوال من مشخصا بود که آیا این دافعه‌ای که من در 11 سالگی با اون تجربه مهاجرتی که در کشور خودم در فاصله 2 ساعتی از ییلاقم به شیراز اومدم، حالا من دبیرستان توحید بودم، نمیدونم حالا دکتر از به حضور شما که باش مواجه شدم رو آیا بخشی از برخورداری های خودم بدونم یا واقعا بخشی از تجربه هایی که آدم ها در طول زندگیشون با تجارب ممتدی که مواجه هستن، بخشی از توشه های شخصی خودم بدونم که در آینده خودم، حالا من بعضا میگم وقتی که من قبل از اینکه عرایزم را آغاز بکنم در ابتدای عرایز سابقم داشتم به نقل قول یکی از موکلان فکر میکردم که میگفتن که ما وارد یک دنیای جدیدی شدیم، با فلان 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 های جدیدی مواجه شدیم، ولی حقیقت هم اینه که نمیدونم من چرا اینقدر این تغییرها برای من محسوس نبود. آیا واقعا من شاید سابقا باورم این بود که حقیقتا نکنه یک وقت مهاجرت کردم با تمام این المنت هایی که در موردش اظهار نظر کردم خیلی خیلی همسان و مشابه بود. به هر حال آیا اینو جزء بخشی از بدبیاری های خودم بدونم
یا واقعا برخی از برخورداری هایی که به هر حال هر انسانی در طول زندگیش میتونه باش مواجه بشه لحاظ بکنه. سپاسگزارم. خیلی متشکرم. ممنونم. سوال از آقای جاوید بپرسم اینجا. بله خانم نازنین بفرمایید. خواهش میکنم. میخواستم ببینم این خصوصیاتی که شما الان توضیح دادین، به نظر من میاد که شما رو بیشتر یه آدم ایندیپندنت که بتونه به تنهایی خیلی کارهای خودش انجام بده. وقتی که شما تا یه سن 11 سالگی به سن که گفتین فقط با یک معلم در یک کلاس بدون داشتن همکلاسی این کارها رو انجام دادین، فکر نمی‌کنین شما رو یه آدم خیلی ایندیپندنت و قوی به وجود آورده، به جایی که مثلا پوینت ضعیف به نظر بگیرین پوینت خیلی مثبتی باید باشه براتون به نظر من؟ شاید خیلی تصور متفاوتی که شما 5 سال هم کلاسی نداشته باشی و همچنان شاگرد اول باشی شاگرد آخر. هیچ وقت من در حد بعدا بله پرسونال اسکیل شما رو تا یه حدی، حالا ببخشید من کلمه‌های انگلیسی خاطرش میکنم، من واقعا بعضی کلمه رو فارسی یادم نیست بگم، ولی شاید هم از یه لحاظایی مثلا میگن که بچه‌ها تا کوچیکی تا سن 7 سالگی یه سری اسکیلای پرسونال خودشون رو مثلا به وجود میارن، شاید تو کلاسی که مثلا جمعیت زیاد نبوده شما اونو به وجود نیاوردین، ولی از یه طرفی هم دیگه یه انسان قوی یا یه کسی که بتونه به صورت ایندیپندنت همه کار خودش رو انجام بده یا به جای وابسته نباشه یا به یه همکلاسی وابسته نباشه. این به نظر من ببینید من واقعیت هم بیرده که خیلی حالا اسکل های متفاوتی که سخنوران عزیز اظهار فرمودن خیلی موضوع قومیتی و ملیتی و نمیدونم نشد این چیزها رو خیلی حقیقتا در دنیای زندگی نمی کنه اینها محور گفتگوهای ما باشه، ما بیام به چیزهای غیر ضروری بپردازیم که خب کمکی به خیلی از به اصطلاح برخورداری ها و موفقیت های آدم های مختلف به اصطلاح کمک کرده باشه. اینها قاعدتا من فکر میکنم حالا در مقیاس های ناسیونالیستی، من چند دقیقه پیش بحثای نمیدونم ادبیات فلان ادبیات نمیدونم گذشته فلان اینا بحثایی که خب خیلی قاعدتا حوزه صحبت های من نیست. من موکلم به کشور تیمور شرقی، شما هیچ کدوم از هموطنان من شما اصلا این کشور هیچ وقت نشدید، یا شهروند ایران هستم، ایرانی هستم و عرض کنم در دنیای زندگی نمی کنیم که بک‌گراند ما به اصطلاح کشوری که حالا به اصطلاح زندگی می کنیم حالا به اصطلاح مسئولیتی رو به ما واگذار می کنن محور برتری های آدم ها باشن. یعنی من بعید میدونم اینها زمینه برتری خیلی از عزیزانی باشه که ماها گذشته آدم ها رو زمینه تفاوت انسان ها لحاظ بکنیم. من صحبتم غالبا این نیست، تجربه شخصی خود من، اون استکاکی که یک حالا نمیدونم اسمش رو شک بذارم میدونم در 11 سالگی باهاش مواجه شدم، یک زمینه متفاوتی برای حداقل در ذهن من در آنچرا که خودم تجربه کردم مواجه شدم که قاعدتا در طول زندگیم هیچگاه تجربه نخواهم کرد و میخوام ببینم که آیا واقعا منصفانه بود کودکی 11 ساله اینقدر در کشور خودش در فاصله چند ساعتی مهاجرت بکنه و احساس بکنه که واقعا مسیر درستی رو پیش میره و یا واقعا این احساسی که من دارم تو چقدر برای شما عزیزان مغروم به حقیقت هست. حالا حداقل دوستان عزیزی که تجربه مشابهی نسبت به من داشتن. سپاسگزارم. اگه اجازه بدید. بله بفرمایید شهر عزیز. اگه اجازه بدید من در جواب جناب آقای احمدی عزیز و نازنین که واقعا از همینجا موفقیتشون رو تبریک میگم و به وجود نازنینشون افتخار میکنم، در ادامه صحبت نازنین عزیز، یعنی دقیقا در تایید صحبتهای نازنین عزیز و با توجه به اینکه موارد مشابهی نظیر آقای احمدی رو در مدارس و آموزشگاه ها و حتی در مراکز تربیت معلم من زیاد دیدم و دیدم که بچه های عشایر وقتی وارد می شدن اول از همه یک ذره خودشون رو کنار می کشیدن، یک ذره خودشون رو کنار می کشیدن و جالب این بود که روز عزیز با همین کنار کشیدن در مدت بسیار کوتاهی رهبریت گروه بچه های خودشون رو در دست می گرفتن، با اون تیزهوشی و ویر خاطر که داشتن، با اون دقت نظری که داشتن، با استفاده از تجارب و آموخته های قبلیشون، یعنی آموخته هایی که از قبل داشتن، چقدر قشنگ می تونستن خودشون رو با محیط وفق بدن و در عرض مدت کوتاهی با قدرت و جسارت تمام بیان و در رأس هرم قرار بگیرن و به عنوان یه لیدر و رهبر مطرح بشن. در مورد
در واقع مورد اختصاصیمون جناب آقای احمدی عزیز، ما یک با یک فرایند خیلی قوی الان مواجه هستیم به نام آقای جاویدخان احمدی. این فرایند نشون میده که اون اتفاقی که در واقع در سن 11 سالگی براشون افتاد و خیلی قشنگ واژه مهاجرت رو در موردش دارن استفاده میکنن، چون از یک شاکله شخصیتی و اجتماعی خاص به یک شاکله اجتماعی خاص دیگه که براشون واقعا تازگی داشت منتقل شدن، درسته؟ این مهاجرت رو تجربه کردن و میگه در هر که در خردیش ادب نکنن در بزرگی فلاح از او برخاست. یعنی این ادب در خردی و این در واقع مهاجرت در کوچکی با اون بچه کوچکی، من الان دارم قیافه آقای احمدی رو در همون سن و سال دارم متصورم و همون نگاه کردن ها، همون چشم گردون ها، گردوندن ها، همون دلهوره های خاصی که تو نگاهش لح میزد و موج میزد و چطوری اینقدر خودش رو تونست با اون جامعه موافق و وفق بده و خودش رو بالا بکشه که الان احمدی نامی از اون ققنوسی که در واقع اومد اونجا حتی مستحیل شد، حتی خاکستر شد، الان به وجود اومده. پس من معتقدم که جناب احمدی کاملا خیلی خوب و قشنگ این رو به فال نیچ بگیرید و به وجود نازنینتان همچنان که من مینازم و دیگران هم همینطوره همینطور بنازید و اون اتفاق رو همیشه به عنوان نقطه قوت و پرش خودتون و در واقع نقطه‌ای که شما رو تونست هدایت کنه به سمت سوی یک همت بلند اون رو فرض کنید. انشاءالله امیدوارم که باز هم شاهد موفقیت های بیشتر شما باشید. سپاسگزارم. من فقط یک اسخای ظاهرم به این دوستان عزیز بده کارم. من حقیقتا به نمیدونستم اصلا این سوال قرار بود بپرسم. حقیقتا به اینه که اسلاید سوم تصاویر که آقای دکتر اشاره کردن تصویر مادر من بود در سن تقریبا همون 10-11 سالگی که در موردش سرانه در کردم. خب به هر حال یه مقدار اصرار کردم که به اصطلاح نمیدونم اون خانمی که در حال قالی بافی هستن تصویر مادر من هست و به عرض کنم که نمیدونم اصلا حالا نمیدونم چی شد که به این موضوع پرداختم. در حال اسخای میکنم اگر حالا زنده باشید استفاده بردم که سپاس کنم. کاش که ما این سوال اجازه میدادیم یه نفر دیگه هم جواب بده، آقای دکتر رجایی که جامعه شناسه و تو این زمینه ها صاحب نظره. نمیدونم حالا اگه مختصر مفید هستن هنوز تشریف دارن. جناب رجایی پناه فکر در خدمتم که... متوجه سوال نشدم، بفرمایید سوالو خیلی دوباره خیلی میتونی مختصر کنی سوالتو در اگه من بذارید من مختصرش کنم به هر حال من یه مقدار معلموار مختصرش میکنم. جناب آقای دکتر رجایی پناه، اولا عرض سلام و ادب. بعد جناب آقای احمدی موقعی که 11 ساله بوده از آموزش پرورش عشایر، یعنی از میون عشایر در کلاس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم رو طی می‌کنه، میاد توی دبیرستان نمونه دولتی توحید شیراز و میشه اونجا دانش آموز دوره راهنمایی. اونجا یه حال هوای خاصی داشته، یه حال هوای انزوا، یه حال هوای که خودش از اون به عنوان مهاجرت داره در واقع اون رو عنوان میکنه. به نظر شما آیا در فرایند زندگی آقای احمدی اون مهاجرت و اون اومدن از میان عشایر به جامعه شهری و رفتن تو مدرسه نمونه دولتی توحید یک نقطه قوت بود یا یک نقطه ضعف؟ خیلی بسیار روشن و واضح مطرح فرمودید. آفتاب آمد قریل آفتاب، الان که نقطه مشت ما میبینیم از بسیار. اتفاقا یکی از مسائل بسیار مهم در مراکز شبان و روزی و دبیرستان ها و پانسیون ها همین گسست از خانواده هست که پدر، مادر، برادر و خواهر از انسان جدا میشه و فرد در محیط جدید قرار میگیره. یکی از بحران های بسیار مهم در مراکز شبان روزی است که مطالعات زیادی هم انجام شده، حتی در محیط های خوابگاه های دانشجویی تحقیقات بسیاری تو این زمینه داریم. بنابراین برای 90% افرادی که از چنین محیط ها وارد محیط جدیدی میشن یک بحران به حساب بیاد و به عنوان یک نقطه عطفی که در حال پرت کردن فرد است. منتها افراد موفق و افرادی که شانس بیشتری دارن و یا استعداد و زمینه جذب بیشتری دارن اینها سعی میکنن در مدت زمان کوتاه کمتر از یک سال
خودشون را با این محیط وفق بدن و بعد از اون متوجه میشن که این به عنوان یک نکته بسیار مثبت و سکوی پرتاب برای آیندهشون است. بسیار. خیلی هم عالی. خیلی هم خوب. خیلی هم خوب. عالی. خیلی ممنون. کار ما را ساده کردی. خب خیلی عالی. البته جناب آقای رجایی پناه استاد بنده بودن. حق استادی به گردن ما دارن. همیشه وامدار به حضور عزیزشون تو زندگی ما هست و به هر حال من همیشه سپاسگزارم از اینه که به لحظه لحظه کاری برای ما بسنم. من خیلی دلم می‌خواست شما رو ببینم. متشکرم از شما. سپاسگزارم. متقابلم. براوو، واقعا ممنونم. چه حس و انرژی خوبی اینجا هست. الان ببینین دوستان، واقعا من اینجاست که شاید بعد بگم حضور جوایز پارسی، من البته یک والنتیر جوایز پارسی و یک داوطلب عاشقم، یه همچین اتفاق قشنگی رو رقم زده. ایکوال اپورتونیتی برای همه عزیزانمون که تو هر قاره‌ای که الان هستن میتونن دور هم جمع بشن و در ارتباط با افرادی که جناب بهمن بیگی من شنیدم که بسیار دوست دارم بیشتر بشنوم و دوست دارم که کتاب‌های این عزیز رو به صورت صوتی اگر بتونم تهیه کنم حتما دنبال می‌کنم. و دوست عزیزمون رو در آلبرتا داریم، خانم شهلای نازنین رو در مونتریال داریم، شما رو در سیدنی، جناب رجایی پناه استاد عزیز رو در ایران داریم، نیمه های شب اینجا حضور پیدا کردن و دوستان دیگری از امریکا داریم، گلبانوهای دخترای نازنین جناب رخلو. به هر ترتیب ممنونم از حضور همگی شما عزیزان. از بیان داریم آقای بله، از بیان داریم، ممنونم، همینطوره آقای رستمی رو داریم. مرسی. پس ببینین برای چی من 24 ساعت 7 روز هفته الان چندین ماهه که واقعا این برنامه ها شروع شده، فقط انقدر عشق میگیرم و انقدر انرژی میگیرم که نمیتونیم ماها هیچ کدوممون در مجموعه جوایز پارسی استاپ کنیم. صحبت رو کم کنم برم سراغ میهمان عزیزمون در وین. اگر که در وین هستن، درسته؟ بله، خانم وزیرزاده بله. در وین هستن. بله، بفرمایید. خواهش میکنم، هستیم خدمتتون. خواهش میکنم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه دوستان عزیز. تشکر میکنم از گردانندگان پرشین اواردز و شما سرکار خانم روز، دوست عزیز و نازنینم شهلا و استاد گرانقدرم آقای دکتر مهری قرخرو. البته آقای دکتر رجایی باز هم ایشون هم استاد بنده هستن، ارادت دارم خدمتشون. در مورد کار آقای بهمن بگی صحبت شد، من یه چند تا نکته هست، چون من خودم بچه دبیرستان اشعاری هستم، ما میگیم بچه دبیرستان اشعاری چون همه به یاد همون زمان میگیم بچه دبیرستان اشعاری. یه چند تا نکته هست خدمتتون عرض میکنم که شاید از عمده چیزهایی که موفقیت آقای بهمن بگیر رقم زده نباشه، ولی خیلی تاثیرگذار بوده. یک استعداد خارق العاده آقای بهمن بگیر در همه زمینه‌ها. آقای بهمن بگیر همه شاگرداشو به اسم، به قیافه و فامیل، پدر میشناخت که کی بودن، بچه کی هستن. من بعد از شاید سال 57 که انقلاب شد، من سال 67 رفتم تهران، 66 رفتم تهران، آقای بهمن بگی تا در زدم رفتم تو خونه گفت شما شهناز وزیرزاده هستی، بچه فلان کس هستی. یعنی قشنگ منو میشناخت و میدونست من کی هستم. یکی از خصوصیات بارز آقای بهمن بگی این بود که استعداد فوق العاده زیاد داشتن. یکی موقعیت شناس بودن. آقای بهمن بگی خیلی موقعیت شناس بودن، یعنی دقیقاً در موقعیت‌های خاص تصمیمات درست می‌گرفتن. خیلی مهربان بودن. خانم روز، من واقعاً احساس پدری داشتم نسبت به آقای بهمن بگی. یعنی فکر نمی‌کردم که ایشون مدیری کل اشاعره هستن. من احساس پدری نسبت به ایشون داشتم. به فرهنگ ایلی افتخار می‌کردن. بچه‌ها اگر که من یادم این خاطره رو بگم، یکی از بچه‌ها باباش اومده بود، خب ما زندگی عشایری داشتیم،
لباسامون شاید خیلی تر و تمیز نبود، سر وضع پدر مادرامون خیلی تر و تمیز نبود. یکی از بچه‌ها پدرش اومده بود، این کشیده بود به جایی که جلو درب به اصطلاح دبیرستان صحبت کنی، کشیده بود یه قسمتی که به اصطلاح دیده نشه. آقای بهمن‌بگی خیلی ناراحت شد، شدن گفتن چرا این کاره کردی؟ ما افتخار میکنیم به این مردان عشایری. یعنی منظورم اینه که به زندگی ایلی، به افراد ایلی، به افراد زحمتکش ایلی اهمیت فوق‌العاده زیادی میدادن و خیلی افتخار میکردن. اعتماد به همکاراشون داشتن، دانش آموزا داشتن و در نتیجه اعتماد به نفس اونا رو بالا میبردن. نمونه بارزش الان شما تو همین جلسه دارید میبینید، آقای دکتر رجایی پناه، آقای دکتر قرخلو در کنار تحصیل، در کنار تدریس، درس خوندن، خیلی همونجور که آقای جهانگیری گفتن خیلی سخته متفرقه خوندن، لیسانس گرفتن، فوق لیسانس گرفتن، دکترا گرفتن، که این دو عزیز در کنار کارشون، این دو و خانواده و گرداندن خانواده، این کارم انجام میدادن. و اینکه آقای احمدی گفتن که تو مدارس با زبان ترکی حرف میزدن، نمیدونم، من خودم تو مدرسمون زبان فارسی درس میدادن، ولی خب ما وقتی که اومدیم توی شهر موسای لرزبان داشتیم تو دبیرستان عشایری، اینا یه مقداری از نظر فارسی ضعیف بودیم، بعدن یواش یواش راه افتادیم. یکی دیگه از خصوصیات آقای بهمن‌بگی دست و دل باز بودنشون بود. ببینید آقای بهمن‌بگی با هزینه خودش تو خونه خودش اولین سری بچهای دبیرستان عشایری رو اسکان دادن و آموزش دادن. کمتر کسی هست که همه این خصوصیات رو با هم داشته باشه. من گاهی وقتا به کسانی که از آقای بهمن‌بگی انتقاد میکنن میگم شما با کفش آقای بهمن‌بگی راه برید. ببینید کسی که کار به این عظمت انجام میده ممکنه اشتباهات کوچیکی هم تو کارش باشه و این اصلا چیز مهمی نیست. و یه نکته هم که آقای باز احمدی فرمودن، من یه چیزی در مورد مهاجرت ایشون بگم. خب منم در واقع در سن 11 سالگی از محیط عشایری به محیط شهری مهاجرت کردم. ببینید وقتی که ما مهاجرت میکردیم با توجه، البته من که دبیرستان عشایری بودم همه بچه ها نخبه بودن، ولی بعدها که رفتیم دانشگاه، بعدها که رفتیم محیط های کاری، دو تا جنبه وجود داشت. یکی جنبه علمی که ما از بقیه جلوتر بودیم، یعنی سرتر بودیم. یکی جنبه اجتماعی بود که ما چون توی محیط های کوچیک بزرگ شده بودیم یه مقداری از این لحاظ ضعیف‌تر بودیم. اولش یه کمی خودمون رو به قول خانم رستمی کنار میکشیدیم، ولی بعدن در واقع من میتونم به ضرس قاطع بگم که بچه های دبیرستانی عشایری، دانش آموخته های دبیرستان عشایری، دانش آموختگان دانشسرای عشایری بهترین ها بودن در کارهایی که انجام میدادن، چه از نظر پزشکی که بودن، چه وکیل که هستن، چه دبیر که بودن در دبیرستان، تو هر شغلی که بودن بهترین ها بودن. تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. درود بر شما، خیلی متشکرم از توضیحات جامعی که فرمودید بانو. اگر که اجازه بفرمایید، من خانم فاطمه نرایی اگر حضور دارن. بلنگو بسته است خانم فاطمه نرعی. خانم فاطمه نرعی بلنگوشون بسته است، ویدو بسته است. اگر که اجازه بدین خانم نازنین من صدای شما رو دارم. بله بله هستم خانم فاطمه، بفرمایید. خواهش میکنم، هستیم خدمتتون. من صدای شما رو دارم. ما هم صدای شما رو داریم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله سلام عرض می‌کنم، تشکر می‌کنم از آقای دکتر قرخلوی محترم که و دعوتی که فرمودن و سخنان شیوا و ارزشمندی که والا من که خودم تا کلاس پنجم دانش آموخته عشایری بودم خیلی از اینا رو نمی‌دونستم واقعا.
و خیلی لطف کردن و همچنین سپاسگزاری میکنم از خانم روز عزیز. خیلی خوشحال شدم که با شما و چهره شما آشنا شدم، با شما آشنا شدم و اینا همه جای تشکر از آقای دکتر داره، همکاران محترمتون با برنامه ریزی بسیار عالی و خوبتون. درود بر شما. همچنین تشکر میکنم از همه سخنوران و عزیزان و مخصوصاً آقای دکتر رجایی پنا که معلم الفبای من بودن، یعنی کلاس اول من آقای رجایی پنا درس دادن. خیلی برام و مدتی بود ندیده بودم و اینم یک توفیق بود برای من. و من عرضی ندارم، فقط میخواستم یه تشکری بکنم از همه عزیزان و خیلی استفاده کردم از صحبت‌های سخنوران عزیز و بازم تشکر میکنم و صحبتی ندارم دیگه، انقدر صحبت کردن، صحبت‌های خوب کردن دیگه به من چیزی نموند. درود بر شما، خیلی متشکرم از حضورتون. شما از ایران هستید درسته؟ بله بله، من ایران هستم. بله. خیلی متشکرم که تشریف آوردین نیمه های شب. خوشحال شدم از دیدارتون. اگر که اجازه بدین از خانم نسترن در امریکا، خانم نسترن قرقلو، خیلی سکوت کردن، هستم خدمتتون. بله هستم، چی بگم خدمتتون. گوش میدم، خیلی لذت بردم از دیسکشن. میدم آقا جاوید خیلی اینجا یه دیسکشن خوبی هم به کار بردن. چی بگم، سوالی هست؟ خب خواستم که دختر زیبا رو ببینم و خودتون رو معرفی کنین، چون میبینم که با دقت دارین گوش میدین و برام خیلی خیلی جالب بود همین. خوشحالم از آشناییتون. ممنونم، سپاس از حضورتون، امید بر دیدارتون دارم. خانم نازنین اگر محبت کنن از کانادا. بله من فقط یه کامنت دارم اکشلی که بگم، اینم به انگلیسی میخونم، سعی میکنم به فارسی براتون توضیح بدم. حتما به فارسی یا ترکی توضیح بدیم. اگه درست توضیح ندادم استادای عزیز لطفا شما توضیح بدید. به انگلیسی میگن you educate a man, you educate when you educate a man, you educate a man basically. وقتی یه مرد رو به education یا به آموزش میدی که درس بخونه یا چی میگن آموزش بهش میدی، یه مرد فقط آموزش میگیره. وقتی که یک زن را when you educate a woman, you educate a generation. وقتی یه خانم باسواد میشه توی جامعه، یه generation باسواد میشه. سو منم امیدوارم، حالا درست استاد بهمن بگی دیگه وجود ندارن، امیدوارم راهشون ادامه داشته باشه و مخصوصا برای خانم‌های جامعهمون که بیشتر ادوکیتد باشن، بیشتر با سواد بشن، با خاطر اینکه اونا این که یه جنریشن رو به سواد یا جاهای بهتر میرسونن. درود بر شما. من اتفاقا در تکمیل صحبت نازنین جان، آقای بهمن بگی اهمیت ویژه‌ای به آموزش بانوان داشتن و دختر خودشون همجور که تو کتابشون گفتن، دختر خودشون شانس پزشک شدن را داشتن، برداشتن آوردن کردنشون معلم عشایری تا بقیه را تشویق کنن که دخترانشون را اجازه بدن که درس بخونن. درود بر شما بانوان که از بانوان این کد خوندین و من هم امیدوارم که این کار بتونه اتفاق بیفته. نازنین جان پوینت بسیار خوبی رو گفتی، با توجه به اینی که خصوصا روز همه چی رو به هر حال 50-50 میمونه و زن و مرد نمیبینه و فکر میکنم زنان و مردان در کنار هم میتونن اتفاقهای خوبی رو درس در دست هم بگذارن و جلو ببرن. از همینجا میخوام از شما عزیز و همین جنریشن دعوت کنم که در بخش زنان جوایز پارسی پرژن وارز حتما شرکت کنید و این کدهای زیبا رو که در کتابهای بزرگان میبینیم و مطمئنم خود شما عزیزان در زندگی روزمرتون از اینها استفاده میکنین، امید بر این دارم که بتونیم واقعا عمل کنیم و به همین سمت و سویی که شما فرمودین با این کد زیبایی که گفتید بریم. به هر ترتیب عزیز من عذرخواهی میکنم، منو ببخشید که وارد کلامتون شدم. بفرمایید. همینجا به جناب آقای دکتر قرقلو و خانومش تبریک میگم. اول از همه
به جناب آقای دکتر به خاطر وجود خانم نازنینشون که هم در کنار ایشون بودن و ایشون رو تشویق کردن، حمایت کردن، کمک کردن تا دکتر تونستن کار مطالعه، تحقیق، تدریس و در واقع پیشرفتشون رو طی کنن. و از سمت سوی دیگه پرورش فرزندان بسیار خوب و موفق، آقای دکتر 4 تا بچه دارن که در واقع 4 تاشون هم جز انسان‌های بسیار موفق جامعه‌مون هستن. من از همینجا بهشون تبریک میگم، به خانم محترمشون، به خودشون، به فرزندان نازشون تبریک میگم و براشون آرزوی سلامت و موفقیت میکنم. متشکرم. این کامنت شما واقعا درسته. پشت هر مرد یک موفق، یک زن موفق‌تر وجود داره، به خاطر اون خانومه که بعضی وقتا این آقایون به درجه های خیلی بالاتر میرسن. و از شما متشکرم، خاطر اینو پوینت اوت کردین. ممنون. خیلی متشکرم. ممنونم از نظرتون و از احساس زیباتون خانم نازنین، و امیدوارم که زنان و مردان سرزمینمون در کنار هم دیگه بتونن اتفاقات خوبی رو در هر جای دنیا که هستن رقم بزنن، و معتقدم که از ما شروع میشه. و ممنونم، واقعا ممنونم که حضور پیدا کردید برای اینکه ساپورتی باشه و این جلسه به این شکل، به این زیبایی جلو بره. اگر که اجازه بفرمایین، من دوستان عزیزم، من ببینم اگر سوالی اینجا تایپ شده باشه. من فکر میکنم که اگر کسی سوالی داره من روی گالری میذارم، محبت کنید. من دو تا نکته میخواستم اشاره کنم. بفرمایید. در طی صحبتام فرصت نشد. یکی یه خاطره ای از آقای بهمن بگی بگم و یکی هم یه خاطره ای از خانمم بگم. خواهش میکنم، بفرمایید. 20 ساله بودم که دانشسرای اشعری رفتم. یه روز آقای فریدون فرهنگ بود و پسر جهانگیر خان درشوری از قشقایی‌های ما تو دانشگاه شیراز بودن. شب در یه اوکیژنی به من گفتن که فردا ظهر نهار بیا پیش ما. اون موقع شیراز خلوت بود، مثل هر شهر خیلی وسعت نداشت. من رفتم نهار تو دانشگاه با اینا خوردم. بعد از ظهر از همه جای تپه بود، از طریق حالا دوستان بعضی ها بلوردی رو میشناسن، از همونجا سرازیر شدم، اومدم تو جاده. تو جاده داشتم، روز تعطیلی هم بود، تو جاده داشتم همینجوری خلوت بود حرکت میکردم. دیدم که یه ماشین، زور حدود شاید بعد از نهار 3 و اینا بود، دیدم یه ماشین، ماشینم اون موقع کم بود کلن در شیراز، یه ماشین، یه بنز سفید با سرعت اومد از کنارم. حالا منم تنها تو این خیابون دارم حرکت میکنم به طرف دانشسرای اشعری که مرکز، شاید این خاطره رو بچه هم نگفتم. یه مرتبه دیدم ماشین بنز رفت حدود 1000 متر، دندقب گرفته داره برگشت، داره بر با دندقب برمیگرد. همینجوری فکر نکردم، تعجب کردم که ماشین برای کی برمیگرده. اومد کنارم وایساد، دیدم از پنجره، حالا خانم وزیرزاده میگفتن که به همدگی همه رو با اسم بلد بود، گفت مهدی بیا اینجا. وقتی گفت مهدی بیا اینجا، دیدم خود آقای بهمن‌بگیه. من حالا تازه هنوز 6-7 ماه بود نرفته بودم دانشگاه، ولی منو به اسم میشناخت. گفت که مهدی بیا اینجا، دو چیز میگم یادت نره. گفتم بفرمایید، در خدمتم. گفت یکیش اینه که شما اشاعری هستی، ببخشید دیگه من مجبورم اون حرفی که زده بگم، از شهر زن نگیر، از شهری یا زن نگیر. دومین نکته این بود که فامیل قرخلو را هیچ وقت عوض نکن. من این فامیل قرخلو را نمیدونم، اونا که تاریخ خوندن فامیل نادرشاه افشاره که اون وسطی که در ایران به وجود آورد هنوز یه تکش برای ایران مونده. من فامیل قرخلو را عوض نکردم، تنها خانواده ما عوض نکرد، بقیه تقریبا فامیلامون اکثرا عوض کردن. و بچه هم که هنوز نسترن که دکتر تو امریکا و نمیدونم نازنین که مهندس اینجا که در حضورتون بودن، اینا هیچ کدومشون فامیلشون عوض نکردن، شاید به احترام من عوض نکردن. دومی مطلبی که گفت، من فکر میکنم به خاطر این بود که اگر تو خانمت از شهر انتخاب کرده باشی، ممکنه که در تحصیلات، در کارت شاید
به خاطر دو فرهنگی وقفه ایجاد کنه. این یه مطلب که بندگی گفت، یه مطلب من فوق لیسانس در اصفهان زندگی میکردم، تو مدارس و دانشگاه اصفهان درس میدادم، بعد میرفتم تهران درس میخوندم. برای که به هر دوتا برسم پنجشنبه جمعه های کلاسمون تو تهران تشکیل میشد، بعد طول هفتم میرفتم دبیرستان که حالا درس میدادم. سه سال داخل جنگ بود، با مکافات، با هزار مکافات، اتوبوس نبود، هواپیما نبود، مشکل. ما رفتیم تهران، برگشتیم، خیلی اذیت شدیم. بعد وقتی که فوق لیسانس رفتم تهران دفاع کردم، اومدم تو خونه همینجوری از خستگی نشسته بودم، ولی امتحان به دوره دکتری داده بودم. بعد خانمم از تو آشپزخونه چایی برام آورد و اومد گفت که میدونم خیلی خسته ای، ولی من حالا ولی باید درست ادامه بدیم. من فکر میکردم که حالا من که مد خسته شدم، خانمم و بچه هم بسیار از من بیشتر خسته شدم. ولی این یه جمله خانم باعث شد که من بیام دانشگاه اتبا و 5-6 سال دیگه دوره دکتری رو بکنم و برگردم. و این جمله که نازنین گفت در کنار یه مرد همیشه یه خانمی و حال در کنارش وجود داره، منم این افتخاراتی که اگه قراره یه روزی داشته باشم، آقای مناچر، دکتر مناچر کیانی هم عرض کردم، 50% مال خانومه که من در کنار من بوده، همه زندگی رو ایشون کمک کرد و حال بچه ها رو بزرگ کرد تا من بتونم درسم. درود بر شما و درود بر بانوی شما که واقعا هر دو اینجوری با عشق ایشون حضور ندارن داریم صحبت میکنید. بر ترتیب البته حرفای منو میشنوه. خب خیلی عالیه، خیلی خوشحالم، ارادتمندم. سلام بنده رو خدمت ایشون برسونید تا روزی در خدمت ایشون باشم. من از ایل قشقاییم، من میتوانم بی اندیشه توشه رهسپار شوم. من مسافت ها را نمی بینم. پدرم می گفت کوه برای پیمودن است، سفره برای مهمان. پدرم می گفت به آنچه از گندم درو کرده ای بنگر، اما نه آنچنان که به آن مغرور شوی، و به آنچه جا مانده ننگر. پدرم می گفت استراحت برای کار کردن است، نه کار کردن برای استراحت. می گفت دوست خوب بیاب و از برادر عزیزتر دار. پدرم می گفت خدا می بخشد، مواظب بنده هایش باش. پدرم خیلی حرف های ساده ای می گفت، خیلی ساده. اما نمی دانم چرا من تازه می فهمم. دلم برای حرف های ساده بی پوست تنگ شده است. از پوست های بی مغز، از مغز های پر پوست دلم گرفته است. من از ایل قشقاییم، من دوچار سادگیم، من دلتنگ حرف های ساده، چهره های ساده، سادگی های ساده هم. ممنونم ازتون. نوشته ای بود که یکی از دوستان از ایل قشقایی برای من اینو فرستاده بود و دلم میخواست این عشق رو تقدیم کنم به شما عزیزان. درود بر شما عزیزانم. اگر که اجازه بفرمایید. بله جانم. من یه سوال دارم. یعنی یک سوال دارم از جمع اندیشمندان قشقایی. مخصوصا که الان تو جمع ما جناب آقای احمدی هستن که به اصطلاح وکیل برجسته ای هستن، دیگر دوستان استادم جناب آقای قرخرو، آقای رجای پناه هستن. یک لحظه اجازه بدیم قبل از اینکه سوال ارزشمندتون رو مطرح کنید. دوستان عزیزم میکروفوناتون رو خاموش کنید همگی، چون صدا میپیچه و این سوال رو دوستان همه گوش بدیم. جناب کیانیان عزیز، خوشحالم که در جمع حضور دارید. محبت بفرمایید میکروفونتون رو خاموش کنید. جناب کیانیان، سپاسگزارم و خوشحالم که حضور دارید. واقعا یکی از دلایلی که این جمع داره الان دوره هم جمع میشه معرفی برخی از دوستان عزیزه. بسیار سپاسگزارم. بفرمایید بانو، خواهش میکنم.
داشتم عرض میکردم خدمتتون که استادان عزیزی در گروه هستن و همه به ارزش کار آقای بهمنبگی واقف هستیم. آقای بهمنبگی حدود 500 هزار نفر رو آموزش دادم، حالا از هر نوعش، از اصلا دانشسرای عشایری، دبیرستان عشایری، هنرستان عشایری، قالی بافی، مامایی، همه اینها مجموعه هایی بودن که آقای بهمنبگی در پرورش افرادی که در اونجاها تدریس میکردن نقش داشتن. یه اجحافی که در مورد آقای بهمنبگی شده اینه که هیچ وقت پیشنهاد نشد که آقای بهمنبگی را به عنوان کاندید جایزه نوبل اعلام کنن. خیلی از کسایی که جایزه نوبل گرفتن مثل آقای اوباما یا خانم سرکار خانم شیرین عبادی که حالا کارشون بسیار ارزشمند هست، خیلی از کارهایی که آقای بهمنبگی کردن شاید فراتر، یعنی در واقع در حیطه جهانی هست کار ایشون و آموزششون به این وسعت در همه زمینه ها با اون امکاناتی که در ابتدا بسیار ناچیز بوده بعد گسترش پیدا کرده. حالا به نظر من هنوزم دیر نیست، خیلی از کسانی هستن که بعد از مرگشون جایزه نوبل دریافت میکنن. من از عزیزانی مثل آقای احمدی، آقای دکتر گرخلو، آقای دکتر رجایی پناه، آقای کیانیان که من سعادت دیدارشون رو نداشتم، سعادت همصحبتیشون رو نداشتم، ولی میدونم که از افرادی هستن که برای ارتقاء فرهنگ عشایر خیلی تلاش میکنن. خواهش میکنم به این فکر هم باشید که اگر که بشه آقای بهمنبگی بعد از مرگشون برنده جایزه نوبل بشه. زنده باد بر شما. اگر که فقط من یه پرانتز اینجا با کنم و اجازه بدم که اساتیدی که حضور دارن اینو پاسخ بدن، ممنونم از شما که اینقدر با پشن دارین در مورد این شخصیت بارز ایل قشقایی صحبت میکنید و من هم ازشون شنیدم، ولی خب شناختی به اون شکل ندارم متاسفانه. ما برنامه هایی رو در مجموعه جوایز پارسی بانو تعریف کردیم به نام که در خدمت آقای دکتر کیانی بودیم، برخی از دوستان حضور داشتن، مفاخر ایل قشقایی که ما از عید نوروز 1401، البته یک برنامه رو هفته دیگه دارم، 10 روز دیگه دارم که حتما خدمتون عرض میکنم به زودی، برای یکی دیگه از مفاخر ایل قشقایی هستن، ولی از نوروز 1401 ما یک یا دو از این مفاخر ایل قشقایی رو معرفی میکنیم. این یک برنامه هست. برنامه دیگه ای که هستش چهره های ماندگار هستن در مجموعه ما که ما تعریف کردیم برای نویسندگان بزرگ، برای کسانی که به این شکل به هر حال افرادی رو با این احساس دارن اساتید در موردش صحبت میکنن. من این قول رو به شما میدم که ما حتما این برنامه رو به شکلی تعریف میکنیم و در کنار شما عزیزان حتما اتفاقهای خوبی رو برای ایشون رقم میزنیم. و من میدونم که دوست عزیزی جناب دکتر کیانیان، بانو ایشان رو من اگر اشتباه نکنم خانم سکینه، بله ایشون خانم من... سکینه ایشون. بله خانم، آقای دکتر کیانیان اتفاقا این نامو برای من آوردن و من حتما با ایشون به زودی مجموعه ما، حالا اگر من هم نباشم در این قسمت، با ایشون ارتباطاتی رو برقرار میکنه و این اتفاق خوب به سبکی به طریقی رقم زده میشه. من اینو قول میدم. البته من در جواب خانم وزیر خواهش میکنم بفرمایید جناب استاد بفرمایید. ما هر سال که در موقعی که جناب بهمنبگی زنده بودن هر سال براش روز معلم را جشن میگرفتیم، حالا یا در شیراز بود که حضورن یا در تهران تشریف می آوردن، ما در خدمتشون بودیم، یه برنامه ترتیب میدادیم و دوستان اونجا جمع میشد. در یکی از این سالها که ایشون در تهران تشریف داشتن، خود من این پیشنهادی که شما می‌فرمایید در حضور ایشان کردم، قرار شد که بنیاد فرهنگی بنا بشه، به وجود بیاد و نوشته‌های بهمنبگی را همه را به انگلیسی ترجمه کنند و بعد اون ترجمه ها را به هر حال یک دیگه از وکلا و خود شما مثل آقای دکتر جاوید احمدی که الان حضور داشتن، البته اون موقع ایشون دانشجوی دانشگاه تهران بودن،
بعد به هر حال پیگیری کنن و به نتیجه برسه که متاسفانه دیگه آقای بهمنگی عمرش کفاف نداد و بعدش هم من شخصا واقعا نمیدونم هنوز بعد از مرگ کسی هم میشود کسی رو معرفی کرد که جایزه نوبل بگیره یا نه. من اینو هنوز خودم هم مطمئن نیستم که اگه بشه که خب خیلی پیشنهاد جالبی خواهد. خیلی متشکرم آقای دکتر. دوستان عزیز صحبتی دارن در این راستا یا اینکه ما دیگه کم کم باید برنامه رو جمعش کنیم؟ دوستان در ایران هستن، همگی مشغولن و خستن، به هر ترتیب بیش از این وقتتون نگیرم. آقای جهانگیری عزیز اگر صحبتی هست، آقای شاکری عزیز اگر صحبتی هست، من این تصاویری که دارم میبینم، بفرمایید. خواهش میکنم. آقای کیانیان صحبت نکردند. آقای کیانیان رو بله، آقای دکتر کیانیان عزیز. من معذرت میخوام، ببخشید. من درود عرض کردم خدمت حضار بینندگان و شنوندگان گرامی. سپاسگزارم از جناب دکتر ورخلو که این فرصت رو پیش آوردن که دوستان ارجمند من بتوانند در باب استاد روشنایی ها استاد بهمنبگی صحبت هایی داشته باشن. خیلی افتخار آمیز بود برای من. بعد عرض کنم من متاسفانه امروز چند تا کنفرانس کال داشتم و بیشتر تو جاده بودم. با خانم ثانی هم تو جاده گفتم من متاسفانه فرصت نمیشه که آنلاین باشم. و اینقدر دوستان گرامی ما اینجا، جناب دکتر رجای پنا، خود جناب دکتر قرخلو و خانم رستمی، اینقدر حرفاشون شنیدنی، شیرین، با تجربه و خوب است که ما دیگه در مقابل این بزرگواران سخنی برای گفتن. دوست عزیز و گرامی من جناب آقای مهندس جهانگیری، همیشه سخنانشون خیلی برازنده و با ارزش و متین و اکادمیک است که ما دیگه در مقابل ایشون سخنی برای گفتن نداریم. من فقط بلد بودم که کتابای استاد بهمنبگی رو همه رو مطالعه کنم و الان روبرویم چندین جلدش تو قفسه کتابخونم هست و در غرفه های نوروزی و تیرگان و غیره که جز کتاب هایی بوده که از در کنار کتاب ایخانان قشرایی و غیره به نمایش من گذاشتیم. و دوستانی که اهل قلم و اهل ادب و اهل سخن هستن در بابشون صحبت میکردن و به دنیا معرفی میکردن. من یادمه که یک جلد کتاب را جناب آقای جان کری، شهردار شهر تورنتو که عکسشون هم داریم، تقدیم کردیم در کنار وزیر آموزش عالی و نماینده 4 سال شهر تورنتو جناب دکتر موردی، دوست صمیمی و همگاه هم فکر ما، هدیه دادیم. و همچنین این کار رو در پارلمان کانادا انجام دادیم. ما در حد توانایی و به قول خود داشتنی های فکری خودمون جناب استاد روشنایی ها استاد بهمنبگی را به دنیا معرفی کردیم. خب دوستان عزیز ما اطلاعاتشون بیشتر بوده. من هم مثل دیگر دوستان تا حد کلاس 5 این شرایط داشتم که در مکتب استاد بهمنبگی دارن مثلا زندگی اشاعری تحصیلات رو بگذارونم، بقیهش به خاطر شرایط جغرافیایی و شرایط چیز نشد که در دبیرستان اشاعری تحصیل کنم. ولی خب به همین جا الان نشستم پای کامپیوترم و با شما صحبت میکنم، وقت شیرین شما رو تلف میکنم. اینه که خب اگر استاد بهمنبگی نبود و من نمیتونستم در اون بیابونهای ماهور میلاتین سواد بیاموزم، الان اینجا نمیتونستم در اون چیزی که حتی در سرم هم رویاش رو نداشتم، با یه چمدانی که در سن 12 سالگی روش نوشته بود امریکن توریست، با آرزویم رسیدم و تونستم از قاره آمریکا سر در بیارم. این از محبت و دانش و آگاهی و کارهایی که استاد بهمنبگی برای بچه های اشعار انجام دادن میبینم. فقط کلام آخرام این است که در گفتنی ها زیاد است و ما همه ما ها بلدیم خوب صحبت کنیم، اکادمیک صحبت کنیم، قول مرتب صحبت کنیم، ولی
بیایید از استادمون یاد بگیریم در کنار سخن گفتن عمل کردن رو هم یاد بگیریم، عمل انجام بدیم، به آیندگانمون یاد بدیم که یاد بگیرن و فرهنگ قشقایی، داشتنی های قشقایی، سنت قشقایی رو تا دنیا هست معرفی کنن و توصیه بدن به کودکانمون تو خانوادمون فارسی صحبت. خیلی از این دوستان که خیلی قشنگ اکادمیک بلد هستن، خیلی قشنگ صحبت میکنن، اکثرشون من میشناسم تو خونه هاشون زبان فارسی صحبت میکنن. و من نمیخوام، عرض کردم سخنران نیستم، ولی دو تا کودک کوچولو دارم، فارسی هستن بلد نیستن. نمیگم که فارسی صحبت کردم بده، ولی خودم همیشه بهشون میگم دکترای زبان ترکی قشقایی دارن. یاشی علمن در مراسم میراث فرهنگی، جشن میراث فرهنگی مدرسه شون هر سال لباس ترکی رو میپوشن، تو روزنامه ها پخش میکنن. این یه تشویقی میشه کل دنیا که ما به اون لباسمون اهمیت میذاریم، زبانمون اهمیت. حرف آخر من، ترجیحاً بیشتر عمل کنیم تا صحبت کنیم. ببخشید وقتتون رو گرفتم، خیلی ممنونم. متشکرم، خواهش میکنم، استدعا میکنم. نکات ارزشمندی هستش مثل همیشه که دارم میشنوم از شما و از تمامی دوستانی که حضور دارن و سپاسگزارم. اگر که محبت بفرمایین دوستان، جانم بفرمایین آقای جان، خواهش میکنم. استدعا میکنم بفرمایید. سوال داشتم من قبلا نتونستم مطرح کنم، نمیخوام. استدعا میکنم بفرمایید، بگوشیم، خواهش میکنم. این سوال از جناب دکتر قرخمو است و جناب دکتر نجای پناه که در زمینهای آموزشی هستن. این آموزش زبان مادری که برای ما قشقایی یا زبان ترکیه، چگونه در آموزش پرورش میتونه جا بگیره در حین حال یا آینده؟ و در ضمن با چه الفبایی؟ آیا واقعا الفبای فارسی به این صورت فارسی عربی که هست جوابگو هست یا نه؟ این یکی از سوالات هست. یکی هم نظرشونو برای بیشتر مکتوب کردن آثارهای ادبیات شفاهی که ما داریم، گنجینه های زیادی داریم که هنوز مکتوب نشده، خیلی ها زحمت کشیدن، مثلا یادمه جناب آقای شهباز شهبازی و خیلی عزیزان دیگه، زندیات نادری، دوستان عزیزی دیگری که هستن، شعرهایی که هستن، آقای میرزن ارسلان میرزایی، خیلی از عزیزان دیگه اسم نمیارم، ولی به صورت آکادمیک، به صورت دقیق، به صورت یک استراتژی محکم و قوی، آیا برنامه هست؟ آیا در نظرشتون هست چون این چیزی یا نه؟ خواستم مطرح کنم. همین. خیلی متشکرم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. بذارید من جواب کوتاهی دارم برای آقای مهندس جانگیری. زبان مادری الان هم تو دانشگاه‌های ایران اجازه تدریس هست. حالا ظاهراً از نظر قانون هست. منتها حالا بعضی جا عمل می‌کنن، بعضی جا عمل نمی‌کنن. ولی من به اعتقاد خود من و قول همون دکتر کیانیان، بهترین دانشگاه، بهترین مدرسه خانواده هر ترک زبانه که با بچه هاش ترکی حرف بزنه، که متاسفانه خیلی جاها حالا شاید بخاطر این که ما در کشورهای مختلف هستیم این رعایت نمیشه. ما اگه تو خانواده ترکی را صحبت کنیم، الان بچه های ما که اینجا ترکی صحبت میکردیم همه ترکی را خیلی مسلطن، ولی حالا اگه بتونن اینو تو خانواده خودشون باز به بچه هاشون هم منتقل کنن، خب زبان مادری به هر حال حفظ میشه. ولی بعضی جاها واقعا خیلی سخت این نگه داشتن زبان مادری. بعد مطلب دومی که آقای یکی از کسایی که اصلا در مورد زبان مادری کتاب زیبایی نوشته و خیلی قابل فهمه، همین آقای دکتر رجایی که اخیرا یکی از کتاباش در اومد. خب اگه کسی بخواد زبان مادری را خوب یاد بگیره، میتونه کلاس بذاره و از این کتاب استفاده کنه. مطلب دوم که آقای جانگیری فرمودن گنجینه ها رو ما میتونیم چجوری این گنجینه ها رو حفظ کنیم، من نمیدونم با زبان ترکی منظورشون بود یا زبان فارسی. اینا من نه، زبان ترکی منظورم هسته. شعرهای مثلا خب معزون جمع‌آوری کرد شهباز شهبازی، یوسف علی بگو کرد و خیلی، ولی خیلی چیزهای دیگه هنوز در ادبیات شفاهی سینه به سینه است و اینا داره از بین میره.
آیا ما میتونیم اینا رو در آموزش پرورش یا بدیم به عنوان یک برنامه یا نه؟ میتونیم پیشنهاد بدیم، از دولت بخوایم، از وکلای مجلسمون بخوایم؟ آیا برنامه داریم یا نه؟ من فکر میکنم خودمون اگه بخوایم میتونیم برنامه بریسیم، ولی ما نباید با امید دولت ها باشیم. خودمون اگه بنیادی داشته باشیم، اگر گروهی کار کنیم، اگه تکرو نباشیم، مجموعاً با هم کار کنیم، بنیادهای ایجاد کنیم، بله چرا که نه. نه منظورم دکتر جان سیستماتیک، یعنی مثلا در نظام آموزشی ایران چون این چیزی مطرح بشه، مثلا در کانادا هست، در کانادا الان مدارسی هست که شنبه فارسی رو درس میدن. بله. آقای جهانگیر احتمالاً از جو موجود در آموزش پرورش کشور یه کمی بی اطلاع هستن. آره. اگر که اجازه بدیم اگر که دوستان میتونن بیشتر توضیح بدن. ببخشید خانم رستمی الان ایران هست. ببخشید دوستان اگر اجازه بدین در ارتباط با تاپیک هایی که دارین اعلام میکنین سمینارهای دیگری تعریف میشه. باعث افتخارم که البته در خدمت شما عزیزان باشم. یک مقداری باید در ارتباط با این تاپیک ها تخصصی تر صحبت بشه، یعنی در ارتباط با زبان داریم الان صحبت میکنیم. من از شما عزیزان دعوت میکنم که اگر قراره در ارتباط با تعلیم، در ارتباط با آموزش و پرورش، حالا داخل خارج هر جایی صحبت بشه، این تاپیک بعد انتخاب بشه. اساتیدی که در این زمینه میتونن نظر بدن و راهکارهایی رو پیشنهاد بدن باید به اون شکل انجام بشه. بحث گسترده میشه و نتیجه گیری و سلوشن جالبی از سمینارها به این شکل در نمیاد، بیشتر به میز گرد داره تبدیل میشه. به خاطر همین اگر که با نهایت احترام برای همگی شما عزیزان اجازه بدین که من چون الان دیدم که تاپیک خب در ارتباط با من اصلا کلن یه برنامه دیگه رو تعریف کردم، ما برنامه رو داریم پایه‌گذاری میکنیم برای جناب بهمن بیگی و این خیلی جذاب بود برای من که اینقدر من اطلاعات دقیقی رو گرفتم و خوشحالم که یکایک که شما عزیزان رو دعوت کنم که برای ایشون اصلا صحبتهایی رو داشته باشیم، چگونه میشه کتابها رو در سطح جهان، کتابهای ایشون رو حالا به صورت صوتی در دسترس قرار بدیم. شاید این اتفاقهایی باشه که همین بستر جوایز پارسی که مشغول به فعالیت هست بتونه این اتفاقا رو رقم بزنه. حالا در کنارش هم حتما تندیس ها جوایزی باید به بزرگان داده بشه، ولی فکر میکنم که استادی که نام بردید و تمام تعاریفی که من ازش شنیدم بخش عظیمیش در اون کتاب ها هست و اون کتاب ها ارزشمنده و شما اساتید رو دعوت میکنم که بتونیم صحبت های بیشتری رو انجام بدیم که این کتاب ها رو در دسترس همگان بگذاریم به صورت همین دنیای مادرنه که خودتون بهتر میدونین، آدیو بوک بشه یا حالا من زیاد وارد خورد نمیشم تو این مسائل. اگر که بزرگواری کنید و در ارتباط با تاپیک هایی که اینجا صحبت شد افراد متخصص رو دعوت کنید و مجموعه جوایز پارسی به صورت سمینارهای تخصصی در خدمتتون باشیم بسیار سپاسگزارم. اگر که اجازه بفرمایین دوستان عزیز صحبتی هست جناب قرخلو بفرمایید. نه من عرضی ندارم، اگه فرصتی هم هست من دوست دارم به عزیزانی که لطف کردن وقت گذاشتن و در جلسه این جلسه شرکت کردن و اونها بدن که صحبت کنن. خیلی متشکرم. دوستان هستیم خدمتتون. از آلبرتا صحبتی دارید باشیم خدمتتون قربان. خواهش میکنم شما لست دارید خانم روز. در خصوص میراث مهمنبگی و رسالتی به گردن ما هست، من فکر میکنم که خب بزرگداشت زیاد برگزار شده، همینجوری هم بزرگداشت پشت بزرگداشت همش آمار میدن، تعداد دکتر مهندس ها رو میگن، فارغ التحصیل ها رو میگن، این هیچ گره از مشکل ما باز نمیکنه و این ادامه رسالتی که بهمنبگی بر عهده ما گذاشته نیست. این پرچم جای دیگه به زمین افتاده، همونطوری که دوستان هم اشاره کردن یک پرچم رو ما باید عملا برداریم. من فکر میکنم رسالت بزرگتر در رفتار ماست. ما چقدر شبیه فرهنگی که ایشون دنبال روش بود و داشت توسعه میداد هستیم، چقدر ما شبیه آموزش و پرورش بهمنبگی هستیم، چقدر به
خصلت هایی که ایشون دوست داشتن که در بین ما نهادینه بشه چقدر ما شبیه اون هستیم. فکر میکنم برای گام برداشتن، برای پیشرفت، راهی به جز گام برداشتن نیست و ما امیدواریم که قدم های ما قدم های رو به جلو باشه. فکر میکنم ما باید از تک تک خودمون شروع کنیم تا بتونیم اون چیزی رو که به نام فرهنگ ایشون برای ما به ارث گذاشتن توسعه بدیم و نگذاریم این بعد بزرگتر جریان روی زمین بمونه. برای این دکترها همه یه روزی ببخشید انسان‌های طبیعی عمر میکنن، جراحای ما، پزشکای ما، مهندسین ما، افسرها، وکلا، همه یک روزی عمرشون به پایان میرسه، ولی آن چیزی که ماندگار هست فرهنگه. اگر ما امروز به جای توجه کردن به بنمایه این حرکت بیایم صورت‌های ظاهریش رو از جمله برگزاری بزرگداشت‌ها و فلان و این مسائل رو بخوایم فالو بکنیم، از اصل موضوع عقب میافتیم. متشکرم که دوباره به من وقت دادید. درود بر شما، خیلی متشکرم. اغلب مردم دیدگاه نادرستی درباره چیزی که شادی واقعی را تشکیل می‌دهد دارند. شادی واقعی از طریق رضایت خود حاصل نمی‌شود، بلکه از طریق پایبند بودن به یک هدف ارزشمند به دست می‌آید. اگر که اجازه بدین شهلای عزیز همکار نازنینم رو دعوت کنم و ما رو میهمان دو بیت شعر کنن. هستیم خدمتتون. من چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، ضمن تشکر از تمام سخنرانان عزیز و ارجمند و جناب آقای شاکری، جناب آقای احمدی، جناب آقای مهندس جهانگیری، جناب آقای رجایی پناه، سرکار خانم شهناز عزیز و نازنین، سرکار خانم نری، جناب آقای کیانیان و تمام عزیزانی که در این جلسه حضور داشتن، دختران گل جناب آقای دکتر قرقلو و خود جناب آقای قرقلو، میخوام یه چند بیت رو برای اختتامیه برنامه بگم. زیباترین غزل، زیباترین غزل به خدا می سپارمت، دست تمام قافیه ها می سپارمت. اینجا طلوع بغض مرا زجر می دهد، اینجا طلوع بغض مرا زجر می دهد، دست غروب بغض گشا می سپارمت. دستی تکان ندادی و رفتی، تمام شد، هر جا که می روی به خدا می سپارمت. درود برشم. درود. متشکرم. خب دوستان عزیز، اگر اجازه بدین برنامه رو به انتها میرسونیم. یادگیری ها درش بود، درهای بسیار زیادی رو باز کرد و امیدوارم که بتونیم در کنار شما عزیزان، اساتید، فرهیختگان از قاره های مختلف، بتونیم واقعا حرکت هایی رو که لیاقت ایل بزرگ و خوب قشقایی هست در کنار شما اساتید این حرکت رو جلو ببریم. و ازتون اجازه میخوام که از طرف خودم، از طرف مجموعه جوایز پارسی ازتون تشکر کنم و همچنین از مخاطبان جوایز پارسی. تا دیداری بعد، بدرود.